از ستایش پروردگار اونگونه که در نامه سپهسالار سام به منوچهر شاه آمده و حکیم فردوسی طوسی اون رو در شاهنامه سروده، خدمت استادان، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند سلام و درود میفرستم و سپاسگزار حضورشون در این برنامه هستم. میزبان این برنامه مؤسسه آموزشالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبایی هست. رسم هست در این دانشگاه که یک سلسله نشستهایی را با عنوان نشست حل مشکلات کشور برگزار میکنیم در دانشکده ها و گروه های مختلف و عنوانی که گروه مطالعات منطقه‌ای اکو انتخاب کرده برای نشست امروز برآمدن طالبان، چالش ها و بایسته های سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان هست که قرار هست از محضر استادان برجسته‌ای که امروز در خدمتشون هستیم استفاده بکنیم و بتونیم دیدگاه ها و نظراتشون رو در راستای اینکه راهکاری تدوین بشه، سیاست نامه‌ای نوشته بشه و در اختیار سیاستگزاران روابط خارجی ایران قرار بگیره استفاده بکنیم. نشست ما به صورت میزگرد اداره خواهد شد، بنابراین من از هر کدوم از استادان بزرگوار پرسش هایی رو خدمتشون مطرح میکنم و خواهش میکنم در 5 تا 10 دقیقه پاسخ بفرمایند. دوباره این گردش ادامه خواهد یافت و از حضار محترم خواهش میکنم در هر بخش پرسش هایی که دارن در بخشی که امکان نوشتن پیام ها هست یادداشت بفرمایند که من بتونم با سخنرانان محترم در میون بذارم. پرسش اول رو میخوام از خدمت جناب آقای سفیر بیگدلی مطرح بکنم. جناب سفیر، شما 3 سال رئیس ستاد افغانستان بودید و به جای جای این کشور سفر کردید. چند ماه پیش در ویژه‌نامه 100 سالگی امضای پیمان دوستی میان ایران و افغانستان یادداشتی بسیار زیبا نوشتید با عنوان افغانستان جایی برای دوست داشتن. من می‌خواستم از خدمت شما بپرسم که آیا به نظر شما برآمدن طالبان رو میشه در یک چارچوب نظریه علمی تحلیل کرد یا آیا ما میتونیم بگیم که این یک روند ناگزیر بود، یعنی سیاست ها در افغانستان به سمتی میرفت که میشد پیش بینی کرد که عاقبت چنین خواهد شد، یا اینکه این یک رویداد غیر قابل پیش بینی بود و بسیاری از کشورها رو غافلگیر کرد همونطور که بسیاری از مردم افغانستان انتظار نداشتن که این اتفاق رخ بده؟ در خدمت شما هستیم. فکر کنم ارتباطشون با ما قطع شد. خانم دکتر سلام عرض میکنم. سلام از من آقای دکتر، عصر شما بخیر باشه. شکرم، از دوستان بپرسید بعد منم میام خدمتتون برسم. بله چشم، من که رسم تموم شده. بله خیلی خوش آمدید. جناب آقای سفیر، صدای من خدمتتون رسید؟ پرسش رو تونستید بشنوید؟ میکروفون شما باز هست ولی ما صدای شما رو نداریم. اجازه بدید من یه بار میکروفون رو ببینم میتونم ببندم و باز. نه، من ممنون میشم اگر یک بار خارج بشید و دوباره تشریف بیارید. خدمت آقای دکتر بلخی هم در این فاصله سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه اساتید بزرگوار و مهمانان عزیز. جناب آقای دکتر بیگدلی، ما صدای شما رو متاسفانه نداریم. اگر امکانش هست یک بار خارج بشید دوباره وارد بشید، شاید میکروفون یاری بکنه و بتونیم صدای شما رو داشته باشیم. سعی میکنم با واتساپ خدمتتون تلفن بزنم شاید بتونیم به این کار رو بشنویم. با
واتساپ هم امکان تماس نیست. حالا اگر پس اجازه بدید من سوال دیگری رو مطرح میکنم. جناب آقای دکتر بلخی اگر اشکالی نداره در خدمت شما باشیم. جناب آقای استاد رشته روابط بین الملل هستید، سالها تجربه حضور در دستگاه سیاست خارجی افغانستان رو به عنوان یکی از دیپلمات‌های ارشد داشتید و همینطور به عنوان وزیر معارف افغانستان با ساختار قدرت در این کشور به خوبی آشنا هستید. پرسشی که از خدمت شما دارم این هستش که به نظر شما سیاست خارجی طالبان در 3-4 ماه گذشته در سطح منطقه‌ای چجوری بوده و چه موضعی رو اونها در قبال همسایگان خود داشتن؟ خیلی ممنون خانم دکتر. صدای مرا دارین شما؟ بله بله صدای شما رو کامل. اول سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان بزرگوار، سخنوران فرهیخته. بگذارین از این نکته شروع کنم که به نظر من طالبان سیاست خارجی نداره. برعکس آنچه که گفته میشه، چیزی که ما از آدرس کابل ایشب و روز شاهد هستیم روابط خارجی هست. تا حد اقل طالبان به دنبال ایجاد رابطه با کشورهایی که در منطقه و در سطح بین المللی هست باشد. معیاری رابطه هم در واقع باورهایی که جنبش طالبان داره، بنابراین استفاده مفهوم سیاست خارجی به نوع در واقع دور شدن از واقعیت هاست و در عین زمان من فکر می کنم که استفاده نادرست یا کاربرد نادرست از واژه هست، چون سیاست خارجی وابسته دولت هاست و متاسفانه در دولت کنونی افغانستان گروه های مختلف با باورهای مختلف است که ما و شما شاهد هستیم. بنابراین آنچه که ما از افغانستان داریم روابط خارجی طالبان یا جنبش طالبان هست که نه به صورت ایدولوژیک یا به صورت احساساتی و ضد طالبانی، بلکه آنچه که چیزی که شما هم اشاره کردین رشته ما حکم میکنه تا تحلیل درست و منطقی از این مسئله داشته باشیم. طالبا پیش از به قدرت رسیدن و بعد از به قدرت رسیدن راهبردهای مختلفی در روابط خارجی شان دارد. یعنی این رابطه ها متفاوت است در استراتژی های کلانی که اینا پیشه کردن. پیش از اینکه به قدرت برسن و در کابل باشن بدون شک دنبال حامیان منطقه‌ای و بین المللی بودن و تمام تلاششان در راستای این بود که حداقل توسط حامیان منطقه‌ای به خصوص اونایی که در برابر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان حساسیت داشتن توجه اینها را جلب بکنه، حمایت برای جبهه خودشان فراهم بکنه و از این طریق حداقل بتانند که به اهداف خودشان برسند. که من فکر میکنم در این قسمت رهبری طالبان زیرکانه و هوشیارانه گام برداشت و در این راستا البته سیاستمداران کهنه‌کار پاکستانی هم همراه و همکار و مربیشان هست. اما واقعیت ایست که جنبش طالبان معجونی از قومیت و زبان و یک مذهب سیاست زده هست. یعنی این سه اضلاعی که من خدمت شما اشاره کردم ستونهای اصلی جنبش طالبان را تشکیل میده. بنابراین در دراز مدت اگر ما به این سه ضلع و عنوان باورهای اساسی طالبان نگاه بکنیم خود به خود فهمیده میشه که چه کسی در منطقه دوست طالبان هست و چه کسی در منطقه دشمن طالبان هست. یک فرمول بسیار ساده را من خدمت شما بیان میکنم. هر کسی که در منطقه عامل تقویت این سه تا هدف در آزمندت طالبان باشه
دوست طالب شمرده میشه. ولی هر کسی که در برابر قومیت، زبان و مذهب سیاسی اینا کوچکترین تهدید محسوب شود، من فکر میکنم که در دراز مدت دوست طالبان شمرده نمیشه و طالبان این محاسبه را نداره که به عنوان متحد و دوست استراتژیک نسبت به او نگاه بکنن. حال اگر با این فرمول رابطه طالبان در قبال جمهوری اسلامی ایران یا پاکستان یا آسیای مرکزی یا چین را بخوایم تحلیل بکنیم، من فکر میکنم در هر سه باور و در هر سه ستون اصلی باورهای طالبان ایران دوست شمرده نمیشه، در محاسبه روابط دوستانه نمیآید. برای از اینکه درست است ایران پیش از به قدرت رسیدن طالبان متحد راهبردی جنگ در برابر امریکا بود و یک در واقع توافق مشترک در سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران و طالبان بود، اما ایران بعد از به قدرت رسیدن طالبان در اهداف کلان روابط خارجیشان و در اهداف کلانی که در سیاست ملی در افغانستان دنبال میکنه به عنوان مانع شمرده میشه و به همین خاطر در سطوح مختلف طالبان شما به وضاحت در بیاناتشان از طریق رسانه ها تحلیل هایی که در درون افغانستان و در تلویزیون ها میکنه، اینا بدون از اینکه حتی در شرایط کنونی که نیاز به رسمیت شناسی دارن و هنوز هم احساس میکنن ایران میتونه همکار بسیار خوبی باشه تا رسیدن به سکوه کسب جایگاه بین المللیشان، ولی آنقدر ذوق زده هستن و آنقدر احساساتی برخورد میکنن که بعضی از اینا که تحلیل های دقیق و درست سیاسی ندارن به این نتیجه رسیدن که حال زمان عزیز که ما دوستان خود را توصیف بکنیم و با دشمنان خود ما حداقل موقف ما را روشن بکنیم. در قبال پاکستان هم ما برداشتیم ایست که مایه حاصل طالبان با پاکستان دیر نمی انجامد، برای از این که سیاست های مبتنی بر نشنالیزم پشتونی در افغانستان در حافظه تاریخی رهبران طالبان و حامیان طالبان در هر دو طرف خط دیورن وجود داره و هرچی اگر پاکستانی ها حمایت کرده باشند و امروز حمایت میکنن، در دراز مدت یک شکاف بسیار عمیق سیاسی اجتماعی و هویتی در درون پاکستان است که او در سیاست های حوزه نفوذی پاکستان در بیرون از سرزمین پاکستان اثرگذار هست. شما جنبش های ضد پنجابیگری در درون خود پاکستان را شاهد هستین که اینا حتی حامی حکومت مرکزی آقای غنی بودن و به این باور بودن که افغانستان یک حکومت ضد پنجابی و ضد اسلام آباد هست، به همین دلیل به نفع جنبش های پشتونی در مناطق خیبر پختونخوا هست. در تاریخ گذشته نچندان دور هم ما شاهدی از این مسئله بودیم که حکومت مجاهدین را که به خصوص افرادگرایان مجاهدین مثل آقای حکمتیار را که پاکستان حمایت جدی میکرد، به مجردی که وارد کابل شد اولین انتقاد یا انگشت انتقاد در برابر سیاست های پاکستان بود و یک نشنالیزم پشتونی یا افغانی به وجود آمد که پاکستانی ها آرام آرام نفوذ خودشان را در درون حکومت مجاهدین از دست دادند و به همین دلیل به دنبال آلترناتیو حمایت از طالبان شد و امروز هم چیزی به نام داعش شاخه خراسان یا دولت اسلامی شاخه خراسان که شما اخبارش را میشنوین از مشرق افغانستان یا از مناطق جنوب شرقی افغانستان، در واقع عین مدل و عین فرمولی هست که پاکستانی ها به عنوان پاشنه آشل یا به عنوان اهرم نفوذ در برابر سرکشی های طالبان در دراز مدت میخواهند استفاده بکنند که اگر طالبان هم مثل
سران مجاهدین در برابر اسلام آباد قرار بگیره، فردا حداقل یک تهدیدی در برابر از او وجود داره. ما بارها گفتیم که طالب داعش در افغانستان به لحاظ کلامی جایگاه نداره، چون مردم افغانستان به خصوص مناطقی که اینا نفوذ دارن، اینا مردمان حنفی مذهب ارتدوکس هستند و به همین دلیل این سلفیت و اینا کمتر میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین طالبان در قدرت امروز که رسیدن، بدون شک پس از یک مدت مسائل اساسی غرور، افتخارات، حیثیت، ملیتگرایی، ملتگرایی و اینا در ذهن از اینا خواهد آمد و بدون شک اینا متوجه میشن که کشوری که بیشتر در واقع حضور طالبان و حتی تحکیم حکومت طالبان را مانعش میشه اسلام آباد هست. بنابراین من پیشبینی این ایست که به زودی رابطه طالبان با اسلام آباد همچنان خراب خواهد شد. با چینایی ها نسبتا رابطه خوب دارند و رابطه خوب خواهند داشت، به دلیل از این که اینا بجز بحث افراطیون جنبش ترکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی که طالبان در پیش از به قدرت رسیدن هم در امر مهار این جنبش با چینایی ها کمک فراوان کردند و بعضی از افراد تاثیرگذار ای تی آی ام را دست بسته به حکومت چین داد و حد اقل در این امر با پاکستانی ها هم یک اشتراک نظر و اشتراک اقدام وجود داشت که باعث اعتماد سازی در روابط طالبان و چین شد. و چینایی ها علارغم از اینکه افغانستان را همیشه از آدرس پاکستان و ادبیاتی که در پاکستان تولید میشه میبینند، ولی رابطه مستقیمی با سران طالبان ایجاد کردند و برای چین فرق نمیکنه که در افغانستان سیاست ها در برابر زبان و تمدن باشه یا ملت سازی به شیوه نادرست پیش بره یا اسلام سیاسی باشه، به دلیل از اینکه اسلام سیاسی در بیرون از مرزهای چین هیچ تهدیدی در برابر او جنبش تجزیه طلب در چین نیست، به دلیلی که حداقل این تضمین و این اعتماد را هم طالبان میده که ما این جنبش را مهار میکنیم. بنابراین وضعیت چین در مقایسه با ایران و پاکستان من فکر میکنم که ادامه پیدا میکنه و این رابطه در حال خودش کماکان باقی میمانه. کشورهای آسیای مرکزی وضعیتشان مشخصتر هست. ترکمنستان با سیاست بیطرفی همیشه بحثش ایست که ما در گذشته هم در دور اول حکومت طالبان هم بیطرف بودم و حال هم بیطرف هستم و حتی در صورت امکان میزبان پروسه صلح و یا حتی زمینی از اینکه طالبان تعدیل شود و حکومتشان در افغانستان مستحکم شود آماده هستم و این اهرم را هم و این نفوذ را هم دارم. به همین دلیل نه در حافظه تاریخی طالبان ترکمنستان یک کشور دشمن هست و نه هم در حافظه تاریخی خود ترکمنستان. اما ازبکستان و تاجیکستان اینا از آغاز طالبان را به عنوان یک نیروی مخرب و ویرانگری میدانه، علارغم ایزی که مسکو تلاش میکنه تا حد اقل طالبان را به عنوان یک واقعیت در افغانستان بشناسه، منتها ازبکستان و تاجیکستان میدانند که در خط اول افراطیت هستند و تهدید جدی از آدرس طالبان متوجه اینا هست، به خصوص این که کسان مثل تایر یلداشویچ و کسان مثل افراد رضوان و کسان مثل شریف همتزاده و افراد مختلف از تاجیکستان و ازبکستان در میان طالبان در گذشته هم بودند و امروز هم در خانه های امن و محفوظ در قلب کابل زندگی می کنند و اینا نامدن که در کابل بمانند و یا زیر سایه طالبان حکومت زندگی بکنند. اینا آمدن که در مأموریت های فرامرزی
اشتراک بکنن و عین از این که گویا طالبان تانستن یک حکومت اسلامی را در افغانستان ایجاد بکنن، اینا هم بعد به همکاری طالبان در کشورهای آسیای مرکزی و سرزمین‌هایی که باور دارن هنوز هم زیر اشغال یا نفوذ کمونیسم و شوروی هست، با وجودی که وضعیت را بعد از فروپاشی شوروی ما در این مناطق می‌بینیم، اما ادبیاتی که اسلامگرایان در این منطقه داره با توجه به نفوذ اندیشه های عبدالله ازام و اسلام سیاسی، اینا باورشان نیست که اون نفوذ کماکان ادامه داره و اسلام در خطر هست در این مناطق. بنابراین کشورهای امسایی افغانستان در رابطه با رابطه خارجی که طالبان در قبالش داره، در امی فرمول ای که چه کسانی حامی ازلای سیگانه یا اهداف سیگانه طالبان است و چه کسی مشوق و مخالف مانعی از این، در امی فرمول قابل بحث است و این رابطه رابطه خوب و خصوص با ایران و پاکستان باقی نمی. خیلی ممنون آقای دکتر بلخی، به نکات خیلی مهمی اشاره کردید، به ویژه پدیده ظهور ملی‌گرایی جدید بر پایه پشتونیسم میتونه موضوعی باشه که نیاز به مطالعه بیشتر داشته باشه، پیشینه اون رو بتونیم مطالعه بکنیم، کار بکنیم. خوشبختانه پژوهشگران و دانشجویان جوانی در جلسه ما حضور دارن. من مجددا خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه مهمانان از دو کشور ایران و افغانستان، استادان، دانشجویان و پژوهشگران که در این نشست حضور دارن. جناب آقای سفیر دیگدری، فکر کنم که شما دستگاهتون رو عوض کردید، الان چند دستگاه شما هم داشتید، آیا امکانش هست در خدمتتون باشیم الان؟ سلام عرض می‌کنم. من نمیدونم پرسشی که خدمتتون مطرح کردم صدای من رسید خدمت شما؟ نه متاسفانه، اگر ممکنه باز بفرمایید از چی صحبت کنم. بله حتما حتما. خدمتتون عرض کنم که با اجازه از دوستان محترم که در جلسه هستن، مجددا عرض میکنم که جناب علی 3 سال رئیس ستاد بازسازی افغانستان بودید، به جای جای این کشور سفر کردید و در ویژه‌نامه‌ای که چند ماه پیش تابستان امسال به مناسبت 100 سالگی امضای پیمان دوستی بین ایران و افغانستان منتشر شد، یادداشت بسیار شیوایی داشتید با عنوان افغانستان جایی برای دوست داشتن، که نشان دهنده علاقه شما به این کشور همسایه ما هستش. پرسشی که من از خدمت شما داشتم این بود که به نظر شما برآمدن طالبان در این کشور رو امروز چجوری میتونیم تحلیل بکنیم؟ آیا این یک روند ناگزیری بود؟ یعنی میشد پیش بینی کرد با این اتفاقاتی که داره در افغانستان و در سطح منطقه رخ میده این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد، یا این یک رویداد پیش بینی نشده بود و خیلی از کشورها رو غافلگیر کرد، کما اینکه خیلی از مردم افغانستان گفتن که ما انتظار نداشتیم به این سرعت طالبان دوباره به قدرت برسن؟ در خدمتون هستیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از برکار خانم دکتر تیشه‌یار به خاطر این فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنن برای اینکه ما بتونیم با اساتید محترم کشورمون و همچنین اساتید محترم افغانستان و همچنین پژوهشگران دیگه در رابطه با یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تبادل فکر و نظر داشته باشیم. من هم متقابلا اینجا تبریک میگم هفته پژوهش رو و از این تلاش برای در واقع گسترش پژوهش در رابطه با افغانستان قدردانی میکنم. به نظرم میاد سوال بسیار مهمی مطرح شد و اگر ما در واقع یک تحلیل منسجمی در رابطه با اتفاقاتی که در 2 سال گذشته در افغانستان رویداد داشته باشیم، شاید بتونیم روندهای کنونی و چشمانداز آینده رو یه مقداری نزدیک به واقعیت تحلیل بکنیم و اگر به هر حال پایه شناخت ما از تحولات اخیر در افغانستان متزلزل باشه، ممکن هستش که مجدداً غافلگیر بشیم و مجدداً غافلگیر بشیم، چون خیلی از طرف هایی که در تحولات افغانستان درگیر بودن در هر حال این
چند دهه گذشته، به خصوص دو دهه گذشته که با تجاوز آمریکا در واقع شروع میشه، اینها به هر حال ادعا میکنن که غافلگیر شدن و باید این مسئله رو به نظرم میاد که خوب بشناسیم. من فکر میکنم سال 2012 یک کتابی رو از لندن به دستم رسید در رابطه با خاطرات سفیر انگلستان در افغانستان که در اون زمان به تازگی مأموریتش تمام شده بود، آقای کوپر کولز، و برگشته بود به لندن، بازنشست شده بود و خاطراتش رو خیلی سریع نوشت و منتشر کرد. من این رو برای آقای وزیر خارجه یک خلاصه ازش در آوردم از این کتاب و نکات خیلی به نظرم میاد مهمی در اونجا وجود داشت که یکی از نکات مهم انتقاد دیپلمات‌های انگلیسی به راهبردها و استراتژی‌های پراکنده آمریکایی‌ها در افغانستان بود و آقای کولز در اونجا تا اینجا که یادم میاد نوشته بود که این پروژه افغانستان صرفاً زمانی میتونه به سوی جمع‌بندی موفق سوق داده بشه، حالا موفق از منظر آمریکا، انگلستان و حالا بگیم ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم، زمانی میتونه به سمت یا جمع‌بندی موفق سوق داده بشه که آمریکا آماده مذاکره مستقیم با دشمنش یعنی طالبان باشه و بعد از اون هم منابع سیاسی و دیپلماتیک لازم رو برای هدایت تلاش بین المللی برای تدبیر و تحویل روندهای سیاسی منطقه‌ای تخصیص بده. یعنی این مسئله‌ای که شاید ما از سال 2017 با روی کار اومدن آقای ترامپ شاهدش بودیم، موضوع مورد مناقشه‌ای بین طرف‌های درگیر با مسئله افغانستان، طرف‌های غربی درگیر با مسئله افغانستان، دست کم از سال 2009 بوده و راجع به این موضوع مباحث متعددی مطرح میشد و اینها در واقع به خاطر همین مسئله هم به نظرم میاد که مرتب ما رو متهم میکردن به اینکه با طالبان ارتباط داریم، روسیه رو متهم میکردن به اینکه با طالبان در واقع ارتباط دارن و بسیار پیگیر این تحولات این روابط بودن از منظر خودشون، ولی در درون خودشون هم به هر حال راهبردهایی که در واقع شکل می گرفت عمدتاً به سمت و سوی بود که ظاهراً زمینه رو برای یک چنین خروجی فراهم بکنن. یعنی ایدهش وجود داشت، اما این ایده به خصوص وقتی به سطح در واقع آمریکایی ها می رسید با اختلاف نظری که بین پنتاگون و سیاستمداران دیگه آمریکا وجود داشت، به هر حال یک سمت و سوی متفاوتی پیدا میکرد. ادعاهای غرب در سال 2014 مبنی بر این که ایران با طالبان رابطه داره دوباره یادم میاد که اوج گرفت و یک خبر سفر آقای طیب آقا به ایران رو سفارت ایران، آقای سفیر ما، مجبور شد که حتی تکذیب بکنه و دوباره همون سال ما دیدیم که مجدداً خبر سفر ایشون به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به ایران در رسانه‌های غربی منتشر شد و من یادم هستش که این سال 2016 هم ما باز همین مسئله رو داشتیم تا اخبار سفر آقای ملا اختر منصور مطرح شد. یعنی یک روندی در اینجا در واقع نگاه اونها به روابط ما جریان داشت و یک گفتگوی هم بین خودشون وجود داشت. این که در سال 2017 آقای ترامپ وعده انتخاباتی داد که این کار را انجام خواهد داد، نیروهای آمریکا را خارج میکنه، به هر حال یک تیر خلاصی بود با روحیات و شخصیت و جهتگیری که این آقای ترامپ در رابطه با شعار آمریکا نخست در واقع مطرح کرد. نهایتا به نظرم میاد که باز نظامیان آمریکا فکر میکنم ایشون رو متقاعد کردن که ما برای یک خروج آبرومندانه از افغانستان نیاز داریم ابتدا یک زمینه به هر حال روانی مناسبی رو درست کنیم. آقای ماتیس وزیر دفاع آمریکا 4000 نفر رو دوباره اضافه کرد به نیروهای آمریکا در واقع اولین سال آقای ترامپ در قدرت و نیروهای آمریکایی رو به حدود 14000 نفر اگه اشتباه نکنم رسوند و
نهایتا آقای ترامپ شاید متوجه شد که بالاخره یه جورایی دور خورده از طرف نظامیان و اون ضرب العجل پایان سال 2018 رو مطرح کرد که بعد هر شرایطی شده 7000 نیروش تا پایان سال 2018 خارج میکنه و از اونجا من به نظرم میاد که خب دیگه یک روغن ریخته‌ای وجود داشت که اینها اومدن و این رو در واقع یعنی سیاستمداران آمریکا اومدن به هر حال یه جوری وسط کار رو گرفتن به این شکلی که هم نیروها خارج بشن و هم بخشی از خواسته اونها شاید برآورده بشه و بالاخره آقای پومپئو، آقای خلیلزاد و این مجموعه هم وارد این مبحث شدن. یعنی من به نظرم میاد که این روند به هر حال دچار یک کشمکشی و یک مناقشه‌ای بود در جبهه آمریکا، غربی ها یعنی به خصوص انگلستان و نیروهای کشورهای غربی راجع به این که باید خارج بشن تقریبا به یک جنبندی رسیده بودن و این کار رو به سرعت آغاز کردن که شاید خود همین سرعت خروج نیروهای غربی از افغانستان و جدا شدنشون از آمریکایی ها خودش یک تلنگر جدیتری بود به سیاستمداران ارشد آمریکا از جمله آقای ترامپ و بعضی از بخشی از کاخ سفید که این کار رو دنبال بکنه. بنابراین من به نظرم میرسه که اینها بودن که تصمیم گرفتن که افغانستان رو همطور که اون آقای کولز سفیر انگلستان اشاره کرده بود به دست دشمنانش بسپرن و بعد هم برن به سمت حمایت از دشمنان آمریکا با این هدف، با این در واقع به نظرم میاد راه برد که در خلال این به هر حال واسپاری تحولات افغانستان بتونن توافقاتی بکنن و تضمین‌های اخذ بکنن و احتمال میدم که روندها در این سمت و سو به هر حال شکل گرفته. بنابراین تعجب نمی‌کنیم از اینکه این اتفاقات افتاد، اگرچه پنهان هم نمی‌کنیم که از سرعت پیشروی طالبان در اون 11 روز تقریبا همه ما در ایران هم غافلگیر شدیم، به نظر میاد خود طالبان هم غافلگیر شد و به هر حال یکی از نقاط شکست آمریکایی ها بود که در این مرحله هم به نظرم میاد که نتونستن یک تنظیمی داشته باشند و اون چه که میخواستن رو پیش ببرن و در بحث خروج هم دچار یک شکستی شدن. اما اینکه حالا اون روند اساسی که اونها مد نظرشون بود که خارج بشن و بالاخره طرفی که داره قدرت میگیره رو مورد حمایت قرار بدن و ازش بخوان که خواسته های اونها که یکی همین بحث مربوط به تروریسم و اینکه افغانستان پایگاهی برای تروریسم علیه آمریکا نشه و همچنین مباحث مربوط به دولت آینده رو بتونن با هم همکاری بکنن، این ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، این خب تا میزان زیادی بستگی داره به طالبان و همچنین طرفهایی که با طالبان به عنوان یک قدرت مستقر و واقعیت مطرح در افغانستان چگونه تعامل میتونن بکنن که بالاخره این روند افغانستان بتونه یک روند افغانی باقی بمونه و دوباره ما شاهد مداخلاتی بالاخره به شکل گذشته یا متفاوت از اون در آینده نباشیم. من به نظرم میاد که در اینجا یک موضوع خیلی مهمی هم که باز وجود داره، نحوه در واقع اقدام و شیوه رفتار دولت سابق افغانستان هستش، دولت آقای اشرف غنی که به علاوه اردوی ملی افغانستان که به نظرم میاد که در یک طراحی که وجود داشت برای اینها نقش در نظر گرفته شده بود، اما روند تحولات و اون غافلگیری که اتفاق افتاد فکر میکنم که این نقش رو هم دچار یک خدشه جدی کرد و به هر حال اون غافلگیری اساسی که در واقع به وجود اومد در همین نقطه بود، یعنی یک توافقی که شاید برای یک موازنه، یک گفتگوی بین افغانی و احتمالاً یک سایش در واقع سایش و فرسایش نیروهای درون افغانستان طراحی شده بود، به هر حال به نظر میرسه که اتفاق نیفتاد و اینها مطالبی بود که من میتونم بگم که طرف ایرانی در بخشی از اونها که یک نگاه بلند مدت بود
میشه ادعا کرد، یعنی خود من شاهد آوردم که از سال 2011-2012 گزارش هاش دیده شده بود، ولی در نوع در واقع در سرعت روند تحولات و بعضی از زمینه هایی که برمیگشت به نقش دولت، نقش اردو و احتمالاً تعامل بین تعامل یا حتی تقابل بین طالبان و دولت، به هر حال اینها مطالبی بود که شاید در واقع خیلی در بر اساس اون سناریوهایی که پیش بینی میشد پیش نرفت. اما نکته مهمی که من به عنوان جمله آخرم میخوام بررسی کنم، ما به افغانستان به حیث یک کشور همسایه مهم بزرگ تاریخی و فرهنگی با مردمی که در واقع ادامه جمعیت و فرهنگ ما هستند یک نگاه عمیق داریم و بالاخره این تحولات که در اونجا میفته رو سعی میکنیم که در قالب یک راهبرد مربوط به افغانستان، یک راهبرد مربوط به یک گروه یا یک بالاخره جمعیت خاص نگاه نکنیم. و شاید این قابلیت بزرگی هستش که ایران رو به عنوان یک کشور منحصر به فرد در مناسبات با افغانستان تبدیل می‌کنه. خیلی متشکرم. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم از فرمایش شما. در یک جنبندی میشه گفتش که رخ دادن این اتفاق میشه گفت که قابل پیش بینی بود، از روندهایی رو که در سالهای گذشته آشکار شده بود، مواضعی که اعلام شده بود خبر میداد که این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد، اما سرعت رویدادها بالاتر از انتظار بسیاری از مقامات سیاسی چه در داخل افغانستان و چه در دیگر کشورها بوده. میخواستم خواهش کنم از جناب آقای روحی صفت اگر امکان داره سوال بعدی رو از خدمت ایشون بپرسم. اگر شما دسترسی به دوربین دارید جناب آقای روحی صفت، لطف بفرمایید روشن کنید، خیلی ممنون میشم. جناب علی هم خیلی تجربه زیسته خوبی در افغانستان دارید، سالها سرکنسول ایران در مزار شریف، در پیشاور، در قندهار بودید، مدتی رئیس ستاد بازسازی افغانستان بودید. پرسشی که میخواستم از خدمت شما بپرسم این هستش که تأثیر برآمدن طالبان بر معادلات قدرت در سطح منطقه چی بوده؟ به نظر شما کدوم قدرت تا اینجا تونسته دست برتر رو داشته باشه و بازی رو به نفع خودش پیش ببره؟ بله، با سلام خدمت دوستان عزیز. همونطور که آقای ویکتوریان گفتم، انگلستان در واقع پیشرو گفتگو با طالبان همون سالهای 2009-2010 بود و اونها در واقع شروع کردن به مذاکره با طالبان در هلمند، این همین جایی که الان آقای رهبر طالبان هست، و در واقع از اون نقطه ارتباطات طالبان با انگلستان آغاز شد که در واقع آمریکا به صورت گستره تر پشت این قضیه در واقع بود، ولی انگلستان رو هدایت میکرد. در همین راستا من میخوام به این نتیجه برسم که با توجه به که روندی که در واقع آمریکا در افغانستان طی کرده و بر این باور قرار گرفته بود که این یک گروه مذهبی افراطی بهتر میتونه منافعش رو تأمین بکنه تا گروه های لیبرال، با توجه به اینکه این گروه های سنتی و مذهبی قدرت رو تجهیز و بسیج مردم رو دارا هستن، ولی اونها از چنین قدرتی فاقد چنین قدرتی هستن، میتونم نتیجه بگیرم که آنها به دنبال در واقع این موضوع هستن که این گروه اگر محدود بشه یا با قید شرط برش گذاشته بشه که جهتگیری های ضد آمریکایی که افغانستان مأمن یا مرکزی برای حمله به اونها نباشه و اونها را تهدید نکنه، میتونن با همدیگه کار بکنن و یک معناش این میشه که اون گروه ها بتونن تهدیدی علیه رقبای آمریکا باشن.
یعنی اگر این گروه ها بتونن رقبای آمریکا در منطقه مثل چین و روسیه و ایران رو تهدید بکنن، میتونن همکار خوبی برای هم دیگه باشن. و در یک حد دیگهش اینه که در واقع آمریکا در پی خروج از افغانستان نمیخواد اجازه بده که این سرزمین محل رشد و تعالی و تکاپوی رقباش بشه. اگر من نماندم دیگران نباید از این وضعیت بهره برداری کنن به نفع خودشون. رضا، ما تصور من اینه که موضوع موضوع منافع آمریکا در افغانستان پایان نیافته و همچنان این هست، چه در این جهت شاید بزرگترین موضوعش که میشه گفت مانع بر سر جاده ابریشم باشه، یعنی همین موضوع یک جاده یک پهنه که چینی ها در واقع دارن روش کار میکنن. افغانستان با توجه به وجود چنین گروهی میتونه یک سرزمین بی ثباتی باشه که جلوی چنین مسیری بگیرد و با تهییج احساسات پشتونی در دو طرف خط دیورانت در واقع و در نهایت هم ایجاد یک پشتونستان یا بلوچستان در این زمینه بی ثباتی را در ناحیه افغانستان و ناحیه پاکستان در واقع بتونه گسترش بده. و چنین وضعیتی یک مانع در روند پیشروی خط جاده ابریشم چین خواهد بود. این مربوط به آمریکا و چین. ولی در مورد روسا حد اکثر سیاستشون در موضوع افغانستان این بوده و هست که تنش از خط مرزی شمال افغانستان به اون سمت سرایت نکنه، یعنی میگن که ما اگر این چنین چیزی تامین بشه ما به همین راضی هستیم، ولی خب ممکنه اگر زمینه باشد به بیش از این راضی باشن، ولی حداقلش میخوان که چنین تنشی سرازیر به مرزهای شمالی نشه. در مورد پاکستان که منم با نظر آقای بلخی موافق هستم که پاکستان ممکنه خودش برنده تاکتیک در افغانستان بوده بدونه، ولی بازنده استراتژیک است و من از الان هم خبرهایی شنیدم که یک اختلافات بین پاکستان و طالبان به وجود اومده و به طور طبیعی یکیش موضوع هند هست که شما در جریان هستین و در واقع این ارسال گندم از هند از طریق خاک پاکستان به سوی افغانستان یک چیزیست که دارد به پاکستان تحمیل میشه و پاکستان علاقه‌مند به چنین کاری نیست و نبوده، ولی خب این میتونه موضوعات متعددی هست که تا حدود زیادی این روابط پاکستان و طالبان را متشتت بکنه. در هر صورت از نظر تاریخی هم روابط پاکستان و افغانستان رابطه جمع جبری صفر بوده و هیچ موقع یک رابطه یه جمع جبری مثبت نبوده و نمیشه، ولی به دلایلی که الان دیگه حالا فرصتی نیست گفت، به عکس ایران که همیشه رابطه ایران و افغانستان یک رابطه جمع جبری مثبت و میتونه به نفع هر دو طرف باشه. ولی در هر صورت ایران در این وضعیت با در یک حالت خوف و رجا قرار گرفته که بخشی از ذهن ما و مسئولین کشور را در واقع موضوع افغانستان بیش از گذشته اشغال خواهد کرد، دغدغه خواهیم داشت و در واقع حالا تو بحث بعدی که انشالله خواهید در موضوع ایران خواهد بود که ایران چه کاری بس بکنه، انشالله ایران اونجا بیشتر توضیح خواهم داد. در موضوع همین وضعیت آمریکا تصور من این هست که در واقع آمریکا به دنبال اصلاح وضع موجود هست، یعنی این آفلگیری که برای خود آمریکا پیش اومد که به دنبال ایجاد یک دولت مشارکتی در پی قرارداد دوحه بود، ولی چون اشرف غنی این موضوع کش داد و زیر بار نمی رفت
سعی کرد آمریکا اینا به دولت کابل تحمیل بکنه و با در واقع نفوذی که در ولایات ایالات داشت، در واقع مسئولین ایالات را از مقابله با طالبا بازش و در صدد این بود که تا کابل این وضعیت پیش بره، برای در کابل در واقع یه توافق صورت بگیره و طالبا رهبری یک دولتی 70-80% که بره از طالبا باشه دا در واقع به دست بگیرن و آمریکاییان بتونن پیروزمندانه و ظفرمندانه از افغانستان خارج شن و نهادهایشون در اونجا باقی بمونن، سفارتشون و نهادهای امنیتی که داشتن. ولی با تبانی که بین قرضایی ها در جبهه طالبا و جبهه و در دولت اشرف غنی صورت گرفت، در واقع این وضعیت اونطور که برنامه ریزی شده بود پیش نرفت. آمریکایی‌ها در پی این هستن که در طی شاید 10 ماه آینده با فشارهایی که به طالبا میان از جهت مالی و یا از جهات دیگه بتونن یک تسویه‌ای در درون طالبا ایجاد بکنن و زمینه را برای این که یک طالبان معتدلتری در واقع سر کار بیان یا اون جناحای تندرو تا حدودی از کنار گذاشته بشن، این چنین سیاستی در افغانستان داره پیش میبره. خیلی نکات مهم و جالبی بود و تحلیل های شنیدنی. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که اگر برای طالبان و به قدرت رسیدنشون با هدف این باشه که جلوی گسترش حضور رقبای آمریکا در منطقه رو بگیره و اگر در انتظار بی‌ثباتی در دو طرف خط دیورند باشیم که این به معنی بی‌ثباتی در پاکستان هست، به نوعی باید بگیم که عمران خان داره مار در آستین خودش پرورش میده و بایستی منتظر باشیم ببینیم که تحولات بعدی در پاکستان به کدوم سمت خواهد رفت. خیلی سپاسگزارم جناب آقای رئیس. جناب آقای دکتر امیر احمدیان، مجدد سلام عرض میکنم خدمتتون. میدونم که امروز روز خیلی شلوغی برای شما بوده، از صبح چندین کلاس درس و جلسه داشتید، بنابراین من گفتم شما یه استراحتی بکنید و بعد پرسشی رو خدمت شما مطرح بکنم. اگر صدای من خدمت شما میرسه ممنون میشم دوربین رو هم روشن بفرمایید و میکروفون که بتونیم استفاده بکنیم از نظرات شما. خب من هم خدمت شما و مهمانان عزیز سلام عرض میکنم. از این که این فرصت به من داده شده که در خدمتون باشم بسیار سپاسگزار هستم. عرض کنم خدمت شما که مسئله خیلی مهمی هست. البته خب من امروزم همونطور که فرمودید خیلی کارهای زیاد داشتم، در خدمت هستم. بفرمایید. آقای دکتر، جناب عالی استاد برجسته و صاحب نظر در امور مطالعات منطقه‌ای هستید، هم تاریخ منطقه رو به خوبی خوندید و به ما هم آموختید، هم در دانشگاه تخصص اصلی شما جغرافیای سیاسی بوده و سرآمدان حوزه مطالعات ژئوپلیتیک در سطح منطقه‌ای هستی. من گفتگوهایی که با استادانی که از افغانستان به تازگی از کابل تشریف آوردن به تهران داشتم، اینطور شنیدم که گویا الان دو رویکرد متفاوت به ویژه حالا در پایتخت دیده میشه. از یک طرف ما بین مردم میبینیم که فقر و ناامیدی موج میزنه و از طرف دیگه شاهد کوشش طالبان هستیم، حالا به صورت واقعی باشه یا تظاهر باشه، برای اینکه بتونن امنیت رو برپا کنن، برای اینکه بتونن شرایط زیست رو تا یه حدودی بهبود ببخشن. آیا میتونیم انتظار داشته باشیم با توجه به نکته ای که آقای دکتر بلخی هم اشاره کردن که ما در آینده نزدیک شاهد ظهور ملیگرایی نوینی در افغانستان خواهیم بود، که یک بار دیگه همونطور که در طول تاریخ بارها و بارها اقوام بیابانگرد مختلف به سرزمین‌های ما هم از ایران و افغانستان که روزگاری یک پارچه بودن حمله کردن و بعد دانشمندان، دبیران، وزیران فارسی زبان اومدن به اینها کمک کردن، مدنیت و الگوهای حکمرانی رو به این حاکمان تازه آموزش دادن، برای اینکه بتونن منافع مردم رو حفظ بکنن مجبور به مصالحه با این حاکمان شدن. آیا یک بار دیگه فکر میکنید این اتفاق در افغانستان خواهد افتاد و ما میتونیم در آینده ببینیم که
گروه بسیاری از نخبگان سیاسی و علمی افغانستان به خاطر منافع کشورشون شروع بکنن به همکاری با طالبان و به اونا کمک بکنن برای استقرار نظم سیاسی جدیدی در این کشور؟ عرض کنم خدمت شما که من بداتن باید اینو عرض کنم، دو نوع نگرش به تاریخ هستش. یک نوع نگرش سیکل هستش، یعنی حلقه بسته هست که عمدتاً در شرق هستش، و یک نگاه دیگر رجب تاریخ هست و اونم خطی هست و اونم در غرب هست. در نگرش حلقه‌ای یا سیکل این هستش که هر اتفاقی ممکنه دوبار تکرار بشه، چند بار تکرار بشه، کمان که ما در آثار بزرگان خودمون در ادبیات ایرانی میخوانیم که مثلا میگیم ببین این شعر گفته اصلا مال امروزه. مفهومش این نیستش که آن بزرگوار خیلی آینده نگر بوده، استراتژیست بوده، آینده رو پیش بینی کرده. مفهومش این هستش که ما تو اون چرخه گرفتار هستیم و پیشرفت نکردیم. یعنی جامعه ما با جامعه چندین قرن گذشته مثل هم هستن، چون که تحولات اجتماعی در اینجا ریشه‌ای و بنیانی حل نشده، بازم همون مسائل گرفتار هستیم. به همین سبب وقتی که میبینیم امکانات در اختیار جوامع ما و امثال ما در منطقه ما، امکانات خیلی تحول پیدا کرده، ولی رفتار مردم اصلا متفاوت با گذشته نیست، خیلی فرق نکرده، رفتار و کردار و تفکر و اندیشه. بنابراین یه فاصله‌ای هست بین یک منحنی در حال صعود امکانات، یعنی تجهیزات جامعه، زیرساخت‌ها یا هر چیز دیگه، و از یه طرف دیگه رفتارهای ما در یک خط صافی جلو رفته، شاید هم پایین اومده. بنابراین بین این دوتا منحنی یه اختلافی هست که من اسم رو گذاشتم اختلاف توسعه‌ای، و چون این اتفاق این دوتا به هم نمیرسن، این فاصله همیشه هستش. در نگرش خطی که در غرب بهش نگاه میکنن، هر اتفاقی فقط یک بار روی خط اتفاق میفته و رجعت به گذشته فراهم نیست، یعنی اصلا فرصتی ندارن که به گذشته نگاه کنن، بنابراین میرن به سمت جلو. اینه که ما در این طرف که در نگرش سیکلی یا حلقه‌ای به تاریخ هستیم، در این گرفتار میمونیم، بازم منتظر هستیم که یک ناجی بیاد ما رو نجات بده، یه پادشاهی بیاد، یک نمیدونم نادرشاهی بیاد علیه اشرف افغان قیام بکنه یا چیزای دیگه. بنابراین به همین سبب هستش که منتظر هستیم دوباره خاندانهای ایرانی بیان، در حالی که اگر مقایسه بکنیم طالبان امروز رو با بیابانگردانی که از سلجوقیان تا ایلخانان بیاد مثلا ملاحظه کنیم تا تیموریان، که در اونجا از خاندانهای ایرانی استفاده کردن، برای اینکه وقتی فردوسی میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، یعنی همه چی هست هنر، یعنی مدیریت، یعنی سیاست، یعنی استراتژی، در اون دوره برای خودش پاسخ میداده. و چون اونها باور داشتن به اینکه بیابانگرد هستن، خودشون قبول داشتن، و بعد از خاندانهای ایرانی استفاده میکردن برای اینکه بتونن کار خودشون رو راه بندازن، و برای اینکه کار خودشون رو راه بندازن نیاز داشتن یه عده به اینا کمک کنن. چه بهتر که ایرانی ها بودن. حتی از دوره هخامنشی در پیرامون ما هر کی بوده کشورداری رو از ایرانی یاد گرفتن. ولی در حال حاضر طالبانی که اومده روی کار کسی رو قبول نداره، خودش میگه من امیرالمومنینم، میگه من خلیفه هستم. بنابراین فرض این هستش که این خودش رو آگاه میدونه و صلاحیت خودش رو در اداره نه تنها جامعه خودش، بلکه اداره کشور بزرگ و سرزمین بزرگ و دارالاسلام و دارالحرب میدونه. بنابراین این دارالاسلامی که تعریف میکنه میخواهد که با دارالحرب هم بجنگه. مثلا این ترسی که ممکنه که در چین اتفاق بیفته که بگن طالبانی که میاد اینجا روی کار اومده میگه که من میخوام من امیرالمومنین همه هستم، حتی برخی نوشته ها و گفته ها میگه که ما که امیرالمومنین هستیم، امیرالمومنین ایران هم هستیم، کشورهای دیگه هم هستیم. بنابراین ما نمیتونیم به این طالبانی که
در حال حاضر اومدن روی کار، بگیم که با استفاده از اندیشه های دیگران میخواد استفاده بکنه. ما الان در غرب یا در ایران یا در جاهای دیگه مجموع روشنفکران افغانی که داریم همشون میتونن چند تا دولت بسازن، ولی موفق نشدن حتی در مقابل طالبان. چرا؟ در داخل ساختار پاسخ نمیده. به همین شکل به گمان من این شرایط ادامه خواهد داشت و طالبانی که این بار آمده است دزدیست که با چراغ آمده است. الان سلاح‌های خیلی پیشرفته داره، اندیشه داره، مطالعه کرده، با شبکه‌های اجتماعی میتونه کار کنه، در بخش رسانه‌ای خیلی قدرتمند هستش و کسی هستش که بالاخره شرایطی براش فراهم شده که بدون مشکل اومده و بعد تجربه 20 سال زیستن با خود مردمش داشته. یعنی در حقیقت طالبانی که در افغانستان هستن در بین مردم بودن، به شکل مردم بودن، از اونجا بیرون نبودن و این به راحتی تونسته بیاد افغانستان در پایتخت رو به دست بگیره. و دیگر این که اگر ما بپنداریم که فکر کنیم که ما ایرانی ها میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و برای نزدیکی به طالبان کار بکنیم، به نظر من هوشمندانه نیست. زمانی که ما سال گذشته یک جلسه در وزارت خارجه بود، سفیر ایران در افغانستان هم اومده بود که آقای خلیلزاد داشتن مسائل صلح رو پیش می‌بردن در اونجا که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رو، بنده یه هشداری دادم اونجا. گفتم ببینید این کار خیلی بیخ پیدا خواهد کرد و خطرناک هستش. چرا؟ چون در این قراردادی که دارن امضا می‌کنن، در اینجا من فکر میکنم که مخصوصا دولت افغانستان رو که اسم رسمیش دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده به عنوان اداره کابل نوشتن. اداره کابل مفهومش این هستش که در تمام دوره‌های گذشته حکومتی که در افغانستان حاکم بوده فقط به خاطر انزوای جغرافیایی فقط قدرت و سلطه و اسطوره چیزش سلطهش در کابل بوده، یعنی دولت کابل بوده به خاطر انزوای جغرافیایی، به خاطر شبکه‌های راه‌ها و ارتباطات. بنابراین اونا گفتن که ما اگر بیاییم در افغانستان شرکت بکنیم یه دولتی از دولت کابل، بقیهش مال ماست و بعد ما این دولت کابل رو به راحتی میتونیم کنار بزنیم. و خودشون رو تعریف کردن به عنوان امارت اسلامی افغانستان. این دوتا ترمو که آوردن و بعد ما در ایران و یا در افغانستان، حقیقتش این هستش که ما به گمان ما آمریکا ضعیفترین دیپلمات‌ها رو داره و احمق‌ترین آدم‌ها سر کار هستن و نمیدونم چطور شده که این احمق‌ترین و نادان‌ترین حکومت‌ها، حکومت‌هایی که در آمریکا پدید میاد، و چرا ما رو به این گرفتار کرده. اینی که ما نگاهمان به طالبان باید تغییر بکنه. این که ما خیلی ذوق زده بشیم بخوایم که طالبان رو فکر کنیم که با ما همکاری خواهد کرد، این گونه هم نخواهد بود. چرا؟ ببینید خیلی ساده، پایتخت افغانستان نزدیکترین پایتخت بهش اسلام آباده، در حالی که پایتخت ما به طالبان به کابل حدود 2500 کیلومتره، پایتخت اونا 600-700 کیلومتر یا 500 کیلومتر، حالا من یادداشت کردم، حالا یادداشتم پیدا نکردم. نزدیکترین پایتخت در سمت پایتخت افغانستان کابل هست، چیز هستش، اسلام آباد هست. بنابراین تحت تأثیر مناسباتی که از گذشته موجود بوده یا بالاخره طالبان در حقیقت پرورش یافته همون مکتب هستش، بنابراین ما فکر نکنیم که در فضای سیاسی آینده افغانستان نقش خیلی بارزی خواهیم داشت، بلکه این نقش ما نسبت به گذشته حتی خطرناکتر خواهد بود و ما با برای شناسایی طالبان، حکومت طالبان در افغانستان نباید شتاب به خرج بدیم. چرا؟ به سبب اینکه در بخش غربی افغانستان عمدتا میتواند روابطش با ایران باشه برای ارتباط با، اگر فرض کنیم که این کوریدور یا راه لاجورد قابل استفاده نباشه، تنها راهش ایران هستش. بنابراین اونا به ما بیشتر نیاز خواهند داشت تا اینکه ما به اونا نیاز داشته باشیم. بنابراین عجله کردن در شناسایی طالبان
به ضرر ایران خواهد بود، به ضرر آینده منطقه خواهد بود. برای اینکه ما از این فرصت استفاده کنیم، به نظر من میرسه که این ما هستیم که باید ناز کنیم. چطور شده که ما زودتر از هر سفیر دیگه، سفیر ما رفته با در افغانستان با در کابل با مقامات طالبان صحبت کرده؟ یعنی این به مفهوم شناسایی هستش، در حالی که خیلی از کشورهای جهان شناسایی نکردن افغانستان رو، حکومت طالبان افغانستانی رو. بنابراین ما در به نظر من میرسه که آینده منطقه ما در گرو این هستش که ما چگونه به افغانستان نگاه میکنیم. نگاه ما به افغانستان خیلی متفاوت باید باشد نسبت به گذشته، و همونطور که آقای موسوی گفته، به نظر من در یک اظهار نظری گفته بود که ما فکر میکنیم که طالبان برای ما صلح نیاره و مشکلاتی برای ما به وجود بیاره، همین درگیری های اخیر هم که بوده. در هر صورت ما در افغانستان، من اینو میخوام صراحتا عرض بکنم، چیزی به نام کشور نداشتیم، به جز در دوره‌ای که با انگلیسی‌ها در مقابل انگلیسی‌ها در بازی بزرگ ایستادگی کردن، در بقیه موارد افغان‌ها نتوانستند در داخل اتحاد به وجود بیارن، و این نبود اتحاد در داخل به سبب انزوای جغرافیایی مناطق و در ضمن اختلافات قبیله‌ای و قومی که هر قبیله و قوم خودش رو صاحب منصب میدونه و میخواد که اقتدار داشته باشه، سبب شده که یک قلمروی به وجود بیاد که این قلمرو آرامش نداشته باشه. شما تاریخ افغانستان نگاه کنی ملاحظه خواهید کرد. به همین سبب فکر من این هستش که ما نباید منتظر باشیم که دوباره اون سیکل تاریخی تکرار بشه، خاندانهای ایرانی و بزرگانی بیان و طالبان اونا رو بپذیره و بگه بیا شما ما رو هدایت بکنید. اینا خودشون ادعای جهانی دارن. عذرخواهی می‌کنم. خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردین. آقای دکتر بلخی، یه سوال دیگه از خدمت شما میخواستم بپرسم، اگر امکانش هست دوربین رو هم روشن بفرمایید. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر بلخی، صدای من میرسه خدمت شما؟ اگر میکروفون رو روشن کنید ممنون میشم. بله، من صدای شما رو دارم. بسیار عالی. الان تو موضوع در برابر جهان هست برای تصمیم گیری در قبال افغانستان، یکی مسئله حقوق بشر و این رویکرد متحجرانه طالبان در قبال جامعه مدنی افغانستان، و یه واقعیت تلخ دیگه گرسنگی میلیونها تن از مردم افغانستان در ولایت های مختلف درون این کشور. شما چه راهکاری رو پیشنهاد میدید؟ آیا بایستی همچنان صبر کرد، طالبان رو تحت فشار گذاشت در حالی که میدونیم روز به روز شرایط زیست برای مردم در افغانستان داره دشوارتر میشه، مردم به نوعی گروگان دست طالبان هستن، برای اینکه شناسایی بشن در سطح بین‌المللی، یا اینکه بهتر هست که دولت طالبان رو به رسمیت شناخت، کمک‌های مردمی رو افزایش داد، و البته میدونیم نتیجهش این میشه که فعالین حقوق بشر بیشتر تحت فشار قرار میگیرن، خیلی از فعالین جامعه مدنی ممکنه جونشون در خطر بیفته. حالا مثالی که میخوام بزنم مشخصه، به تازگی آقای مکرون اعلام کردن که چند تا از کشورهای اروپایی دست جمعی میخوان یک نمایندگی در کابل باز بکنن. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ این مثبت منفی به چه روندی رو بایستی جهان رو بالبا کنه در قبال خود؟ خب ببینید، اولی که چیزی که آقای مکرون اعلام کرد فعلا به صورت بسیار کلان موضوعی احتمالی مشترک کشورهای غربی رو اعلام کرد که هنوز میکانیزم‌های مشخصی که چگونه میخواهند اینا در افغانستان فعالیت بکنند، حداقل فعالیت غیر سیاسی، این منتظر خواهد ماندیم که چه اتفاقی میفته. ولی واقعیتش ایست که افغانستان در همین اکنون با یک فاجعه بسیار بزرگ انسانی و حقوق بشری مواجه است، بخصوص در این فصل زمستان و سرمای بسیار سردی که از یک طرف امسال به لحاظ بارندگی هم قحطی بود در افغانستان و ما حاصلات خوب نداشتیم، و از طرف دیگر کمک های بین المللی هم که 1% به افغانستان می آمد و قسمتی از خانواده ها
وابسته بود، او هم در واقع صفر شد. و عامل سوم هم کارمندان حکومت تا اکنون معاش دریافت نکردند، در حالی که اینا طبقه محروم و فقیر جامعه هستند که تنها ماهتاج و امرار معاششان حکومت بود و تا اکنون اینا معاش دریافت نکردند. در کل همه مردم افغانستان، چی روستاییان حد اکثری که 70 تا 75% مصروف زراعت هستند در اطراف، و چی شهرنشین هایی که حداقل یا مامور حکومت بودند و یا ای که دریافتی از طریق کمک های بین المللی می کردند، همه در واقع در با یک فاجعه مواجه هست. شما اخبار زیاد از افغانستان در شبکه های اجتماعی می بینین که نویسندگان، روشنفکران، فعالین جامعه مدنی، اساتید دانشگاه، همه با مشکلات شدید فقر مواجه هست. دیروز استاد فرهاد، استاد دانشگاه کابل، از اساتید بنام در بخش زبان فارسی اعلام کرد که حاضر است کتاب‌های خودش بفروشد تا ماهتاج روزمره بچه‌هایش فراهم بکنه. اینا تشریفات نیست یا اینا تبلیغات نیست، واقعاً اساتید دانشگاه در این سه ماهی که بدون معاش هستند و در گذشته هم یکی دو ماه معاشات اینا پرداخت نشده بود، اینا به اندازه معاش دریافت میکردن که زندگی روزانهشان و مخارج روزانهشان تامین میشد. به هر صورت با توجه به این تو یک وضعیت، من فکر میکنم که جامعه جهانی در قبال افغانستان میتواند دو تا راهبرد داشته باشد. یکی راهبرد غیر سیاسی و حقوق بشری که در واقع کمک به سکتور تعلیمی، سکتور صحت و بهداشت و همچنان سایر موارد، و یک استراتژی میتواند سیاسی داشته باشد در از مدت که او اینا از همدیگر باید فرق بکنند. درست است که در حوزه ما همه چیز در نهایت به سیاست گره میخوره، ولی حداقل میکانیزم های در تاریخ نچندان دور در افغانستان وجود داره که میتونه مورد استفاده قرار بگیره و راهبردهای غیر سیاسی را تحت پوشش قرار بده. طور مثال طالبان از سال 1996 تا 2001، یعنی 75 میزان 75 تا 80 در کابل حکومت داشتن و در او زمان هم جامعه جهانی یک رویکرد غیر سیاسی داشت و در همو زمان مؤسسات مثل اکتد، مثل کیر، مثل آقاخان و سایر مؤسسات بین المللی فعالیت میکردن در افغانستان. دوستان بین المللی گاهی وقت از من میپرسند که چطور ما میتونیم که در افغانستان با حضور طالبان فعالیت بکنیم. این سوال نوع در واقع من فکر میکنم که خود به غفلت زدن هست، چون مؤسسات بین المللی خودشان تجربه کافی دارن و بخصوص این جوهای بین المللی پشت هم به این کشورها پیام میفرستن که ما تجربه کار در افغانستان داریم و با طالبان هم صحبت کردیم، اونا هم یک قسمت آمادگی دارن. در راستای برنامه های غیر سیاسی یا حمایت از مردم افغانستان، من پیشنهاد هم داشتم به کشورهای، سفرهای کشورهایی که کمک میکردن به افغانستان، یادداشتی هم فرستادم. او این بود که پیشنهاد کردم یک کنسرسیومی به وجود بیاید در کابل و یا حد اقل تا میتونه در بیرون از کابل، در هر جایی که نزدیک به کابل باشه، و این کنسرسیوم مدیریت بکنه در سکتورهای مختلف کمکهای غیر سیاسی جامعه جهانی را برای رسیدن به مسائل حقوق بشری در افغانستان، با یک نظارت یا میکانیزم نظارتی جدی که در او بعضی اینجوهای افغانی هم که یک ریپوتیشن یا یک حیثیت خوبی در سطح
ملی داره و تانسته در 20 سال گذشته کارهای خوبی انجام بده، اینا را کمک بکنن در روستاها و در گوشه و کنار افغانستان. طور مثال در عرصه معارف و یا تعلیم و تربیت، تحصیلات عالی در افغانستان مؤسسات خوبی در گذشته مثل کمیته سویدن، مثل سیف د چلدرن، مثل آقا خان و سایر نهادهای دیگه وجود داشت که همکار بودن، کمک میکردن و اینا تجارب خوبی در کنار سکتور تعلیمی در افغانستان داشتن، علارغم از اینکه اجرا کننده برنامه ها حکومت افغانستان بود، ولی اینا در همه جا در کنار حکومت و وزارت تعلیم و تربیت حاضر بودند و فعالیت میکردند، مشاورین داشتند، افراد که استخدام شده بودند در محل اینا بودند. همه اینا فعلا در افغانستان هست، یک اندازه بسیار یا یک تعداد بسیار اندکی از اینا از کشور بیرون شده، متواقی بر علاوه که وظیفه و کار ندارن میتونن که هم صاحب کار شوند و هم به نوع چی باشن کمک بکنن از تجارب غنی که دارن. ولی خب میکانیزم از این که حداقل طالبان مداخله نکنه به این کنسورسیوم، این هم میتونه در شرایط کنونی مورد توجه باشه، از این ناحیه که طالبان به شدت زیر فشار هست، شکنندگی از اینا در حدی هست که اینا در این سه ماه شما شاهد هستین که هیچ دستاورد در سطح ملی در افغانستان نداشتن، مردم نارضایتیشان بیش از حد شده میره و اختلافات درونی خودشان هم بیشتر، بخصوص زیر فشار شدید فقر و گرسنگی قرار میگیره و زمانی که فقر فراگیر میشه خب طبیعتاً مردم دیگه با مرگ هم دست و پنجه نرم میکنه و در برابر هر تهدیدی هم می ایستن بدون از اینکه ترس داشته باشن. خب این طالبا خوبتر می دانه که در صورتی که مردم شروع بکنه و اعتراض ها و مقاومت های پراکنده و چریکی کماکانی که هنوز هم قسمتی از افغانستان مقاومت وجود داره، اینا حکومت کرده نمی تانه و حتی باعث ترور و از بین رفتن افراد اینا می شه و مردم به داعش می پیونده، مردم به مقاومت می پیونده و بسیار زود عمر اینا به پایان میرسه. به همین دلیل این فشار باعث میشه که اینا درخواست کشورهای کمک کننده به حقوق بشری افغانستان را بپذیرن و زیر فشارهایی که هست و کمک بکنن که حداقل این کمک ها برسه به مردم. در شرایط کنونی متاسفانه بعضی از کشورها پیش دست شدن و بدون میکانیزم های مشخص بعضی از کمک های فوری را به مردم رساندن، می رسانند، ولی آمارهایی که من دارم از افغانستان این کمک ها به مردم بسیار کم می رسه و این طالبا یا اینا به خودشان استفاده می کنه این کمک ها را یا به خانواده های خودشان و به هر صورت در جنوب، در شمال و در قسمت های مرکزی افغانستان این کمک ها به مردم نمی رسه و فساد متاسفانه یک شکل پارادایمیک داره در افغانستان و این به معنای از این نیست که طالبان چون یک گروه اسلامگرا هستند و پاک هستند و معتقد هستند به اصطلاح به محاسبه و جهان پس از مرگ و اینا فساد نمی کنند. متاسفانه بیشترین فساد در حکومت کنونی صورت می گیره، بخصوص این که توجیه دینی هم برای فساد فعلا صورت میگیره. حداقل در گذشته توجیه دینی نمی بود، ولی حال این توجیه دینی هم میشه که حکومت طالبان نیاز داره به خاطر تحریم و ثبات خودش و امثال ازی و به قول آقای بیگدلی و امیر احمدیان که بسیار بجا فرمودن، یک امیر المومنین اونجا نشسته و با فتوایش همه چیز را توجیه میکنه. به همین دلیل من باور به این دارم که اگر در این چارچوب کنسورسیوم کشورها بیاین و همکار شوند، حداقل بحران یا فاجعه حقوق بشری در افغانستان کاهش پیدا میکنه، البته در دراز مدت حل نمیشه،
و دفتن میتونه که پاسخ بده و راهبرد سیاسی که باز اون بحث ساختار و حکومت و اشتراک اقوام و جناهای سیاسی هست، اون من فکر میکنم در دراز مدت باید در دستور کار کشورها بخصوص همسایگان افغانستان باشه تا یک اجماعی به وجود بیاید برای یک راه حل دائمی و قضیه افغانستان باشه. بسیار عالی. پس در واقع در جمع‌بندی صحبت شما میشه گفت که شما بحث شناسایی طالبان و بحث کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان رو دو مقوله جدا از هم در نظر گرفتید. از دید شما این کمک‌های بشردوستانه میتونه در قالب یک کنسرسیوم با یک سازوکار مشخص انجام بشه و طالبان الان چاره‌ای نداره جز پذیرش این هم برای که فشارهای داخلی کم بشه، اما بحث دولت سازی در افغانستان و شناسایی دولت یک موضوع استراتژی بلند مدتی هست که کشورها خیلی لازم نیست الان عجله بکنن برای انجام. بسیار جناب آقای روحی صفت، من یک سوال دیگه از خدمت شما میخواستم بپرسم اگر امکان پذیر هست. بله خواهش می‌کنم. شما در یکی از مصاحبه هاتون که در دیپلماسی ایرانی انتشار پیدا کرده بود به یک نکته خیلی جالبی اشاره کرده بودید، این بود که دیگه نمیشه انتظار داشت 11 سپتامبر رخ بده و دوباره آمریکا بیاد و طالبان رو ببره و شرایط تغییر بکنه در افغانستان. این خیلی نکته جالبی بود برای خود من، اینکه طالبان الان یه پدیده‌ای هستن که مردم افغانستان، مهاجران افغانستانی در کشورهای مختلف و همینطور همسایه ها باید این واقعیت رو بپذیرن که پدید اومده و فکری بکنن برای دیگه نمیشه انتظار داشت دوباره تاریخ تکرار بشه و آمریکا بیاد و طالبان رو ببره از سر قدرت. با توجه به موازهی که کشورها در این چند ماه اخیر، 3-4 ماه اخیر گرفتن، به ویژه قدرت‌های بزرگ مثل چین، هند، روسیه، حتی آمریکا، آیا شما فکر میکنید که جهان داره به سوی شناسایی طالبان میره یا اینکه نه همه فعلا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که طالبان به عنوان یه بازیگر رسمی سیاسی در سطح بین‌المللی پذیرفته بشه؟ بله، اون نکته که فرمودید بیشتر برمیگرده به شرایط جهانی که دیگه شرایط جهانی به نحوی نیست، برای خود آمریکا هم دنبالش نیست که چنین کاری بکنه. آمریکا یک تجربه 20 ساله یا پشت سر گذاشته که مثل جنگ ویتنامی که مثلا دیگه تأثیرات عمیقی تو جامعه آمریکا گذاشت، موضوع افغانستان هم تأثیرات عمیقی در جامعه آمریکا گذاشته و دیگه آمریکا دارای چنین زمینه‌ای برای این چنین امری نیست. زمینی که همه میدونیم که شیفت قدرت به سمت آسیای جنوب شرقی است و چین هست و در واقع من خودم بر این باور هستم که یه جوری چینی‌ها به خوبی تونستن بهره برداری بکنن از قضایای افغانستان و خاورمیانه و در این مدتی که آمریکا مشغول در خاورمیانه و افغانستان بوده، اونا تونستن توسعه خودشون رو به سرعت انجام بدن و در واقع نه زن آمریکا زیاد درگیری باشون درگیر بشه، ولی از زمان اوباما در واقع تصمیم جدی گرفتن که شیفت بکنن به سمت اون طرف، ولی خب پاشون وزنه های آهنی به پاشون بسته بود، افغانستان و عراق و اینا، یکی که این وزنه های آهنی از پاشون باز کردن و الان دارن آزادانه تر میتونن در موضوع چین عمل بکنن. در موضوع خود بله، منم اعتقاد دارم که بالاخره وضعیت افغانستان گریبانگیر هم مردم افغانستان نخبگان هست، هم گریبانگیر همسایگان هست. یعنی ما باید یه فکری بکنیم تاجیکستان و ازبکستان و پاکستان و هند و چین، اینها بس بشینند فکر کنم و در واقع تحت این 20 سال گذشته یه جوری ما راحت بودیم و کشورهای منطقه یک آرامش خیالی داشتن که ممکنه خیلی مشکلاتی براشون ایجاد نشه، ولی من از این جهت میگم که بایستی از خواب بیدار بشیم
و یک سیاست فعال در موضوع افغانستان داشته باشید. من عرض کردم که تو یک از مصاحبه هم گفتم که ببینید کشورهای اتحادیه اروپا در موضوعاتی که بین خودشون هست شاید در هفته چند بار وزرای خارجه با هم میشینن صحبت میکنن، ولی ما کشورهای همسایه افغانستان مثلا چند بار با هم نشستیم صحبت کردیم، در حالی که یک موضوع نون شب همه کشورهای منطقه هست موضوع افغانستان. بایستی اجلاس های خیلی نزدیک به همی بین نه تنها وزرای خارجه بلکه وزرای مربوطه در موضوع افغانستان باشد و بتونیم این موضوع رو حل بکنیم. اعتقاد دارم که خب در افغانستان یه شکافی بین نخبگان و توده جامعه افغانستان بود. شما میدونین که خب افغانستانی که مثلا حالا در گذشته ما میگفتیم 80% محروم از سواد و مثلا 20% سواد بودن، دارای سواد بودن، و در بین اون 20% معمولا تحولات سیاسی در گذشته فقط در بین دانشگاهیان بود، یعنی دانشگاه ها مرکز تحولات سیاسی بود، و حالا در این اواخر هم یک جامعه مدنی در شهرها تشکیل شده. این شکاف خب برای ثبات افغانستان زیانباره که دو تا طرز تفکر کاملا بسیار فاصله دار از هم ایجاد کرده، و نمیدونم آیا این تحولات میتونه منجر به این بشه که اون طبقه که از حکومت دور بود و در واقع فاصله داشت با موازین حکمرانی، آیا اونها را مجبور بکند که در موازن در بینش های خودشون تغییر ایجاد بشه؟ این سوالی هست که من از آقای بلخی دارم که توی این زمینه بیشتر هدایت بدن که ما استفاده بکنیم که چگونه میتونیم این در واقع این شکاف داخل افغانستان را در واقع کوتاه‌تر و کمتر کرد. بسیار عالی. برمیگردیم به جناب آقای دکتر بلخی. زمانی که خواستم پرسشی ازشون بپرسم، امیدوارم که پاسخ پرسش شما رو هم در مورد شکاف در درون جامعه افغانستان رو هم به ما بدن. منتها الان سوالی میخواستم از خدمت جناب آقای سفیر بیگدلی بپرسم. آقای سفیر صدای من میرسه خدمت شما؟ بله صداتون رو دارم، صداتون رو دارم. خدمتون عرض کنم که میخواستم از محضر شما بپرسم روند طی شده در مواضع ایران در این 3-4 ماه گذشته رو شما چجوری تحلیل میکنید؟ آیا ایران سیاست خودش رو در قبال پذیرش شرایط نوین در افغانستان امروز نسبت به 4 ماه پیش تعدیل کرده؟ و اینکه دستاورد نشست تهران رو چجوری ارزیابی میفرمید؟ از صحبت که من اجازه میخوام همونطور که استاد بنده جناب آقای دکتر امیر احمدیان یک نگاه عمیقی به بحث تاریخ داشتن، من یه توجهی بدم به بحث روابط بین الملل. البته بنده شاگرد هستم در این مباحث علمی، بیشتر آدم اجرایی هستم، اما نکته من این هست که ما اگر روابط بین الملل رو در مفاهیم هندسی ساده سازی کنیم، برخی تحولات رو نقطه‌ای می‌بینن، یعنی یه افغانستان می‌بینن به نقطه بزرگیه، حتی ممکنه از این نقطه کوچکتر در اونجا یک گروه رو ببینن. برخی دیده وسیع‌تری دارن، میرن مثلا یک خطی رو می‌بینن که بالاخره در یک منطقه جریان داره، چند تا نقطه رو روی اون خط میتونن پیدا بکنن. در یک شکل نسبتاً پیشرفته یه سطحی دیده میشه که در واقع عناصر مختلف روی این سطح با هم دیگه ارتباط دارن، و در یه شکلی که به نظرم میاد که متناسب با واقعیت هست، ما در واقع افغانستان رو باید در یک هندسه فضایی باهاش مواجه بشیم. یعنی درسته که یک کشوری هست با مشکلات و مصائب و فقر و به هر حال مسائل مختلف، اما ویژگی هایی که این کشور داره در واقع بسیار بسیار
اون رو مسائل و تحولات اون رو نزدیک میکنه به مسئله هندسه فضایی و متغیرهایی که روی اون هستن. حتی اگر نقطه باشن، وقتی تغییر میکنن این متغیرها، همه بردارها رو درگیر میکنن و شما شاهد یک تغییر برداری در واقع بسیار چشمگیر میشید. بنابراین مسائل افغانستان رو باید به نظرم میاد که بسیار عمیق‌تر باهاش مواجه بشید. ما یه سناریوهایی در واقع در آینده افغانستان داریم که باید مورد توجه قرار بدیم، ولی واقعیت این هستش که پژوهشگران، به خصوص پژوهشگران ایرانی، من فکر میکنم که یک دینی دارن در قبال ملتشون، به عنوان ملتی که با تاریخ افغانستان، با فرهنگ افغانستان، ملت افغانستان، اقتصاد افغانستان یک پیوند عمیقی داره. و به هر حال اون تعبیری که من همیشه به کار میبرم، افغانستان پاره تن ایرانه و جایی برای دوست داشتن هستش، ما این رو باید طیف ببینیم و این طیف رو بیایم معرفی بکنیم. من میبینم که خب خیلی ها میان به یک جمع‌بندی میرسن در رابطه با آینده و این رو به هر حال برجسته میکنن و خب یک به نظرم میاد که یک تم قالبی هم پیدا میکنه و این میتونه رو تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها هم تأثیر بگذاره. اما من افغانستان رو درون دیدم، بنیادهای اجتماعی سیاسی اون یک سری واقعیت هایی که مختص خود افغانستانه، استانداردهایی داره که این استانداردها مختص خود افغانستان هستش و بنابراین وقتی شما میخواید تحولات اونجا رو تحلیل بکنی، تحلیل بر مبنای امنیت و ژئوپلیتیک با مدل هایی که حالا مثلا در دانشگاه های کشور ما امروز داریم تدریس میکنیم، یا تحلیل بر اساس اقتصاد سیاسی، اقتصاد اجتماعی، حتی بنیانهای پارادیمیکی که آقای دکتر بلخی اشاره کردن، اگر ما همه اینها رو نتونیم تو اون در واقع طیفی که من مد نظرم هست ببینیم، باز هم در آینده هممون غافلگیر میشیم. یعنی هم ملت افغانستان، هم ملت ایران، تصمیم گیران، تصمیم سازان، همه غافلگیر میشیم. بس مسئله شناسایی، امروز مسئله شناسایی الان به وضعیتی داره تبدیل میشه که افغانستان رو دوباره به عنوان یک برده در دست آمریکا تبدیل میکنه. یعنی آمریکایی ها کم کم دارن به این جنبندی میرسن که خب حالا ما میتونیم شناسایی بکنیم و پشت سر ما هم یه 100 تا کشور آمادن که ما شناسایی بکنیم شناسایی بکنن، بنابراین شناسایی نمیکنیم و مثلا میریم این فشار رو میاریم، این امتیاز رو میگیریم. و دیدیم که آمریکایی ها در افغانستان برای جامعه بین المللی، برای صلح منطقه، برای منافع افغانستان کار نکردن، کار نمی کنن. اون موقع که دستشون می رسید کار نکردن، اونها برای منافع خودشون کار کردن. در افغانستان دوستانی که تشریف دارن، در اونجا بودن، می دونن اینها برای اینکه یک آمریکایی کمتر کشته بشه رفتن با قاچاقچی ها بستن، با تروریست ها بستن و کارهایی کردن که به هر حال دون شأن بالاخره انسانیت هست، ولی اینها این کارا رو اونجا کردن. بنابراین اینها یک روز شما بلند میشید میبینید دومینوی شناسایی شروع شده و شما حالا باید مثلا بالا پایین کنید، به خاطر اینکه ما طیف رو نمیبینیم. امروز افغانستان رو وقتی دارین تحلیل میکنیم، گروه طالبان رو به هر حال اینجوری میایم و مورد حمله قرار میدیم که خب بالاخره گروه طالبان یه تاریخی داره، به خصوص برای ما مردم ایران یک سری بالاخره خاطرات و واقعیت‌هایی وجود داره، یک روندی در 20 سال گذشته داره و یک واقعیت‌هایی که امروز داره. اما افغانستان رو ما درش دولت لیبرالی دیدیم که خانم کاندولیزا رایس اومدن گفتن که ما افغانستان رو به پلتفرم توسعه دموکراسی در غرب آسیا یا در خاورمیانه بزرگ تبدیل خواهیم کرد و نمادهای اون اگر دولت افغانستان باشن، اینها دولت‌هایی بودن که با پذیرش سلطه آمریکا، با کمک به شکل گیری گفتمان جدیدی از هژمونی، باعث شدن که اینها برن به عراق هم حمله بکنن، به ایران هم میخواستن حمله بکنن و بعد همین تفکر در واقع داشت بالاخره مسائل دنیا رو تغییر میداد. لیبی رو به اون بدبختی انداختن، سوریه رو به اون روس و فلاکت انداختن و این مسائلی که به نظرم میاد که همه اینها از بالاخره یک نگاهی شروع شد که دولت افغانستان بالاخره در کنار دولت آمریکا به عنوان یک بالاخره دولت دست نشانده شروع کننده اون بود. ما میگم
افغانستان رو باید با استانداردهای خودش ببینید. یعنی اگر شما فقط یک نقطه رو در ربی مندازید روش و نگاه بکنید، هم خودتون خطا میکنید، هم کشورمون رو، و هم ممکن استش که جامعه جهانی که به شناخت ما به عنوان ملت ایران، به عنوان کارشناسان ایران اهمیت میده. نگرانی که من در بسیاری از دیپلمات‌های افغانی و در سیاستمداران افغانی دیدم متاسفانه این بود که حواس آمریکا از افغانستان به جای دیگه پرت نشه. بسیار ناراحت بودن که آمریکایی‌ها دارن میرن در سوریه و این خیلی خطرناک هستش و اگه برن در اونجا دیگه پول به اینجا نمیفرستن و در افغانستان این مسائلی که به ساده حالا پارادیمی که اشاره کردن آقای دکتر بلخی، این مباحثی هستش که بالاخره وجود داشته و ما امروز میگم وقتی میخوایم نگاه بکنیم به مسئله افغانستان واقعا باید طیف نگاه بکنیم. من الان دوستانی دارم در افغانستان که تعاریف متفاوت و متعارضی دارن از رویدادهایی که داره در اونجا اتفاق میفته و ما باید به همه اینها نگاه بکنیم اگر میخواییم انشالله به یک جنبندی برسیم که خیر و صلاح دوتا ملت در اون دیده بشه. اما یه دقیقه دو دقیقه من راجع به سوالتون میخوام صحبت بکنم و اون این هستش که واقعا اون چیزی که ما در واقع در رابطه با افغانستان داریم برای ملت ما، برای مسئولین و سیاست مداران ما، پیوندهای دوتا کشور قابل احسان نیست. من همه تقریبا همه افغانستان رو زمینی رفتم، گشتم، با نگاهی که داشتم زندگی کردم در آسیای مرکزی، تاریخ ایران رو میدونم، فرهنگ ایران رو خوندم و مباحث مختلفی که در واقع دیدم. ما نمیتونیم احصا بکنیم عمق این پیوندها رو و تأثیر و تأثری که این پیوندها به همدیگه دارن. ممکنه گوشه هایش رو بگیریم ولی واقعیت بسیار بسیار عمیق‌تر هستش. ما دوتا در واقع رکن اصلی رو برای روابط و سیاست خودمون در افغانستان مد نظر قرار میدیم. یک، تقویت پیوستگی و گشایش دو کشور به روی یکدیگر هستش. یعنی تا اونجایی که میتونیم در واقع کمک بکنیم که این رکن سیاست همسایگی که در بردارنده همه ابعاد همکاری های دو جانبه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و هر آنچه که در واقع به روابطی که من اشاره میکنم به اون چیه غیر قابل احصا هست مربوط میشه، ما باید گام به گام اینها رو در واقع توسعه بدیم و بر این اساس سیاست افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان و همسایه در اولویت تقویت پیوندهای ما باشه. و این کار رو به نظرم میاد که باید متقابل انجام بدیم. در اون طرف هم بالاخره این در واقع کشور، دولتی که در اونجا حاکم هست، حاکم بوده و گروهی که الان داره در اونجا بالاخره حکومت میکنه، اینها باید در واقع بیان به این سمت و اینها رو ما شاخصهای در واقع پیوند دوتا کشور و دوتا ملت قرار بدیم. و دوم، دوری از دشمنان یکدیگر و همگرایی سیاسی هستش که به هر حال یک سری مفاهیم امنیتی رو در بر داره که با توجه به زیرساختهای تمدنی و فرهنگی یه بخشی از اون تعریف میشه که دو کشور رو در مسیر تقویت پیوندهای سیاسی امنیتی قرار میده. حالا اگر ما واقعا میخوایم در واقع یه ارزیابی بکنی از این که مواضع کشور ما در افغانستان توی این دوران چه شکلی داشته، من به نظرم میاد که از حول و حوش تیر ماه امسال، تابستان امسال، در واقع روی کردی که نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان اتخاذ کرده سه تا محور کلی داشته که اولا آینده افغانستان بالاخره بدون حضور طالبان قابل تصور نیست. حالا چه عناصری در واقع باعث شکل گیری این در واقع واقعیت شدن، این قابل بحث هستش ولی یک واقعیتی هست باید بهش توجه کرد. عنصر دوم این که نقش مردم افغانستان در آینده این کشور به هیچ وجه نباید نادیده گرفته، اگر گرفته بشه. اگر ما میگیم دولت فراگیر، اینجا منظورمون یک دولتی که مثلا در اونجا یه دوست بنده، نمیدونم یک آشنای بنده، یک کسی که با من تعامل داره بیاد به قدرت برسه نیست، بلکه یک تعریف جامعی از دولت فراگیر داریم و اون دولتی هست که در اون منافع مردم افغانستان تأمین میشه. مردم افغانستان احساس میکنن در اون دولت میتونن به آرامش برسن و نیازی نیست دیگه همونطور که آقای دکتر بلخی اشاره کردن دیگه برن و مثلا مقاومت کنن، دست به شورش بزنن، دست به اقدامات تخریبی بزنن. و به هر حال اگر یه گروهی هم یک سری نیتهای مثلا خیری داره، اون بخش اندکش رو هم مثلا بالاخره در یک درگیری های داخلی که ما تجربهش در افغانستان دیدیم نابود بکنن. و عنصر سوم
این هستش که بالاخره ما در یک محدوده ای داریم زندگی، یک منطقه ای داریم زندگی میکنیم که گفتم مناسبات ما که ما با هم دیگه نمیتونه فارغ از تأثیر و تأثیر باشه و کشورهایی که در این منطقه وجود دارن و کشورهایی که تاثیرگذار هستن باید یک همکاری رو شکل بدن و سازمان ملل و این مباحث یک در واقع به نظرم میاد بازیچه نباید تلقی بشه در مسئله افغانستان و باید تو این مسیر هم حرکت بکنیم. ما رویکردمون نسبت به افغانستان با توجه به این سه موضوع در واقع شکل گرفته و در هر بعد این بالاخره برنامه‌ای وجود داشته و بر اساس این برنامه یک حرکتی شده. حالا ممکنه شما از بیرون نگاه بکنید ببینید که مثلا یه بعد این یه خود برجسته‌تر پیش رفته. خب اینا تاثیر مدیریت هستش، تاثیر بالاخره برنامه‌ریزی ها هستش، نقش در واقع هزینه ها هست، فضای خود افغانستان هستش، فضای بین المللی مهم هستش و اینها عناصری است که تشکیل داده. فکر میکنم که در واقع در دولت آقای رئیسی، رئیس جمهور جدید ما، در این صد روزی که اینها بودن در قدرت، تاکید بر سیاست همسایگی، تعیین یک نماینده ویژه و همچنین در واقع دستور کار جدی که برای همکاری با افغانستان و توجه به مسئله افغانستان وجود داشته، دیدار شانگهای، دیدار اکو، دیدارهای مربوط به ابتکار همسایگان افغانستان، تماسهایی که خود ما داشتیم و سفارتخونه‌هامون و سفرامون داشتن و همه این مسائل بالاخره نشون میده که ما در اون بعد اتخاذ سیاست همسو با کشورهای منطقه و جهان هم در واقع نقش فعالی داشتیم. نمایندگی ما در سازمان ملل هم همینطور در واقع تلاش کرده که این مثلث سه‌ضلعی ما که در واقع اون رکن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو شکل میده بر اساس یک منطق با توجه به اون نگاه مقدمه که من در مقدمه اشاره کردم، یعنی یک نگاه به در واقع شبیه هندسه فضایی و گردارهای متعددی که وجود داره و همچنین همگرایی با افغانستان و دوری از دشمنان، ما این کار رو پیش ببریم. امیدوار هستم که آینده هم نشون بده که سیاست منطقی بوده. تشکر. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. در مورد نکته‌ای که در مقدمه اشاره کردید، دو سه هفته پیش با یکی از استادان برجسته گروه فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی گفتگو می‌کردیم در مورد اینکه چقدر، چون ایشون هم خیلی علاقه من بودم به مسائل افغانستان و گفتن که هر چی می‌خونم تحلیل‌های مختلف رو و کمتر بحث‌های جدیدی می‌بینم، کمتر می‌بینم که تحلیلگران تونسته باشن به خوبی تبیین کنن شرایط جدید افغانستان رو. و استدلالی که استاد فلسفه ما می‌کردن، جناب آقای دکتر مسله، می‌گفتن که علت اصلیش اینه که ما می‌خوایم پدیده‌های نوین رو با چارچوب‌های کهنه تحلیل و فهم بکنیم و این امکان پذیر نیست و در واقع برای درک بهتر شرایط جدید در افغانستان و در منطقه نیاز به نظریه پردازی‌های جدید داریم، تعریف چارچوب‌های جدید تحلیلی در روابط بین‌الملل، در علوم سیاسی و سایر رشته‌های علوم انسانی. جناب آقای دکتر امیر احمدیان، اگر امکانش هست یک پرسش دیگه میخواستم از خدمت جناب عالی بپرسم. صدای من میرسه خدمتتون؟ آقای دکتر بفرمایید، در خدمت هست. خواهش میکنم. آقای دکتر، شما در یکی از یادداشتاتون به این نکته اشاره کرده بودید که جامعه ای که اندیشمندانش از اون دور میشن، در واقع میشه گفت یک جامعه بی سر هست. در شما اندیشمندان رو به مثابه مغز متفکر جامعه تعبیر کرده بودید و خروج اونها از هر کشوری رو نشان دهنده این که اون جامعه سر خودش رو از دست میده، یعنی قدرت تفکر خودش رو از دست میده خونده بودید. میدونیم که در ایران بیش از 3 میلیون مهاجر افغانستانی حضور دارن. بسیاری از اینها نخبگان فکری کشور خودشون بودن، دانشجویان، استادان، اندیشمندان، ادیبان که حالا مجبور شدن کشور رو ترک بکنن تو این سالها و به ویژه موج جدید مهاجرت هم رخ داده. با توجه به ارتباطی که شما با بسیاری از این دوستان مهاجر دارید به خاطر سفرهای متعددی که چه به افغانستان و چه به کشورهای دیگه همسایه داشتید، آیا فکر میکنید که ما در ایران، حداقل در دانشگاه‌های ایران، این ظرفیت رو داریم که زمینه اتحاد و
گفتگوی روشنفکران و اندیشمندان افغانستانی رو که الان در گوش و کنار جهان هستن فراهم بکنیم، بتونیم یه گفتمان جدیدی رو شکل بدیم، هم چه در درون جامعه روشنفکری افغانستان، چه اگر کلانتر ببینیم جامعه روشنفکری ایران و افغانستان و یا حتی در سطح منطقه. خیلی متشکرم. اول من خواستم عرض کنم که مطالبی که دوست عزیزمون جناب بیکتری فرمودن، من فکر کنم اگر یک نماینده از طالبان میومد کمتر از ایشون میتونست دفاع کنه، یعنی انقدر خوب از طالبان دفاع کردن که ما عاشق طالبان شدیم. ببینید، ما فرق میذاریم بین ملت افغانستان و حاکمیتی که الان اومده روی کار. این حاکمیتی که با سرنیزه اومده، با تفنگ اومده، همیشه هم بهشون گفتن که حتی اعیاد آتش بس بکنید، آتش بس نکردن، به هر حال اینا اومدن حاکم شدن. ما میخواییم با کسانی که ملت خودشونو کشتن و تخریب ایجاد کردن، سرمایه های ملی رو از بین بردن، میخواییم باشون در تعامل باشیم. این فرق میکنه. ببینید، موقعی که اتحاد شوروی حمله کرد به افغانستان، کلی جمعیت از اینجا مهاجرت کردن، عمدتا هم نیروی کار. ثروتمندا رفتن به پاکستان، فقرا و به قول پاکستانی ها کمبغل و شیعه اومدن ایران، تکنوکرات هم رفتن غرب. موج دومش طالبان بودن. طالبان که اومدن بازم سیل مهاجرت شروع شد. خب اگر این نیروی کار در مقابل این سختی ها ایستادگی میکرد، ما مرزهای خودمون رو میبستیم، نمیذاشتیم 3.5 میلیون نفر بعد از اشغال شوروی و افغانستان توسط شوروی بیان به ایران یا پاکستان، نمیذاشت اینا میموندن مبارزه میکردن، فوری صحنه رو خالی کردن. ما یه مسئله داریم در ایران، میگن ملت افغان زیر بار زور نمیرود مگر اینکه زور خیلی پرزور باشه. موج دوم، حالا موج سومه، خود مردم افغانستان حکومت طالبان رو قبول ندارن. ما میخواییم دو دستی بگیم که خوش آمدید، دست شما درد نکنه، ما میخواییم شما رو شناسایی بکنیم. اگر اتحادیه اروپایی میگه که ما میخواییم به صورت یک کنسرسیوم بریم در اونجا شرکت بکنیم، اونا در داخل خودشون اتحاد دارن. ما با کدوم یک از کشورهای همسایه اتحاد داریم؟ با هم همکاری کردیم، با هم همفکری کردیم که بتونیم یه جمعی رو تشکیل بدیم راجع به افغانستان برخورد بکنیم. به نظر من میرسه که این تعدادی هم که در ایران زندگی میکنن، افغانی هایی که در ایران زندگی میکنن، اینها کسانی نیستن که با هم متحد باشن، عمدتا نیروی کار هستن. بله، روشنفکرانشون هم هستن، ولی ما هر موقع در رابطه با افغانستان تلویزیون‌های خارجی رو می‌بینیم، بهترین کارشناسان، سیاستمداران همه دارن راجع به افغانستان چندین سال از غرب صحبت می‌کنن. خب اینا بس چرا تا حالا با هم متحد نشدن، نرفتن در افغانستان رو بسازن، همش فرار کردن، اومدن رفتن جای دیگه. بنابراین مسئله افغانستان یه مسئله بسیار پیچیده‌ای هست. ما نمی‌توانیم اینجوری فکر بکنیم. اون چیزی که بنده در یاد داشتم نوشته بودم، واقعا در دوره مغول ها همینطوری بود. وقتی که مغول ها اومدن به بلخ رسیدن، یه اختلافی هم البته بهاولت با امام فخر رازی داشت، به خاطر اینکه اون فلسفه بود، این عالم دینی بود، با همین بهانه کردن اومدن مهاجرت کردن. نه تنها اونها، بلکه سعدی و یکی و یکی هم رفتن. این که ما در زمان یک مشکلی بخوان این سر جامعه حرکت بکنه بره و بی سر بذاره، اتفاق میفته. بنابراین افغانستان الان در حال حاضر که داریم ما باهاش صحبت میکنیم، در داخل خودش این صحنه هایی که در خروج ملت افغانستان تو فرودگاه دیدین چه بلایی داشتن سر همدیگه میآوردن، این نشان میده که خود مردمی که در برخورد مستقیم و در ضربه مستقیم طالبان زندگی میکردن، نمی توانند بپذیرن یک چنین حکومتی میخواهد دائما اونجا باشه. ما باید به ملت افغانستان کمک بکنیم یا به دولت در حقیقت اشغالگر طالبان کمک بکنیم؟ طالبانی که به ما هم صدمه زد، ضربه زد، اون دفعه کمتر ابزار و امکانات در اختیار داشت، حالا حیله‌گری هم آموخته، سیاست و پلیتیک را هم میداند. به نظر من میرسه که اینکه ما در خیلی
ساده سازی بکنیم حکومت طالبان رو و بگیم که ما لازمش این استش که با همسایه شرقی خودمون در تعامل باشیم و اونا رو شناسایی بکنیم، بهشون کمک بکنیم. اگر قرار بود با اونا کمک بکنن، خود ملت افغانستان کمک میکرد. چرا کمک نکردن؟ چرا گذاشتن رفتن؟ من فکر میکنم در مسئله افغانستان با در دقیقه در سیاست خارجی ما نباید تابع احساس بشیم. مشترکات دینی و مذهبی و فرهنگی که اینا در مسائل سیاسی که نباید دخالت داده بشه. در مسئله سیاسی عمدتاً تهدیدها هستش، فرصتها هستش و دیگر اینکه منافع هستش. منافع ما این نیستش که ما به افغانستان خیلی به دولت افغانستان و ملت افغانستان رو عرض نمی کنم. ما مهماندار میلیون ها ملت افغانستان بودیم در ایران. ولی این که ما خیلی ساده سازی بکنیم، به نظر من میرسه که این موازی که اعلام میشه که موازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، نوشته نشده هیچ جا. ما از احساس خودمون برداشت میکنیم که جمهوری اسلامی ایران اینجوری فکر میکنه، ولی ما بایستی به نظر من میرسه که مکتوب و به صورت اعلام شده رسمی بگن سیاست خارجی ما در مقابل طالبان این هستش و بقیه بدنه حکومت و بدنه مردم هم باید رعایت بکنن. در این منظر اگر ما به نظر من میرسه که بپذیریم و در حقیقت به برادران افغان خودمون در کشورهای مختلف، اونایی که پراکنده هستن، بگیم بیاین ما با هم صحبت بکنیم، اگر قرار بود اونها حرف ما رو گوش بکنن، بخوان ما اونا رو متحد بکنیم، در کنار هم بنشینن و گفتگو بکنن، خب خودشون گفتگو میکردن. یادم هست ما در مرکز بین المللی گفتگو تمدن‌ها که کار میکردیم، یا به خارج میرفتیم اجلاس بود یا اونا میمدن در داخل ایران اجلاس برگزار میکردن، همه خارجی از ما یه سوال میکردن، میگفتن شما که در داعیه گفتگو تمدن‌ها دارین که بالاتر از گفتگو فرهنگ‌ها و دولت هاست، شما خودتان با خودتان گفتگو دارید که تجربه‌ای به دست آورده باشین، دولت با ملت، ملت با احساب، احساب با یکدیگر، که اینو تعمیم بدین به کل جهان. و همین سبب به نظر من میرسه که مسئله افغانستان بسیار عمیق‌تر از آن چیزی هستش که ما خیلی بتونیم ساده سازی بکنیم و بگوییم که این طالبان دیگه اون طالبان نیستن. بله واقعا هم همون نیستن، چون حیله‌گرتر شدن، ابزار بهتری در اختیارشون هست، دوره‌ها دیدن، کلک زدن. همین دوتا اصطلاحی که به کار بردن با حیله‌گری تمام در حقیقت دیکته کردن به آقای خلیلزاد، باعث بدبختی ملت افغانستان شد. یعنی یه دولت قانونی رو که از طریق انتخابات، حالا یا دموکراتیک یا غیر انتخاب شده بود، اون گفتن اداره کابل، خودشون گفتن در حقیقت امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی افغانستان یک کشور نیست، بلکه یک اندیشه بزرگیه که امیرالمومنین میخواد در اونجا حاکمیت داشته باشه. ما اگه نتونیم مهارش بکنیم و بهش اجازه بدیم که روش پیدا بکنه، بزرگ بشه و بعد خود ما هم تحت تهدید قرار میگیریم، ما نوعی از حکومت مردم سالاری دینی رو در ایران تجربه کردیم. اگر بخواد این خدشه‌دار بشه، دیگر کشورهای منطقه ما هم در آرامش نخواهند. عذرخواهی میکنم. بله خیلی ممنون. حالا دوباره خدمت جناب آقای سفیر خواهیم بود، منتها پیش از اون من میخواستم از آقای دکتر بلخی یک پرسش دیگه ای رو مطرح بکنم خدمتشون. آقای دکتر بلخی صدای من میرسه خدمتتون؟ بله صدای شما رو دارم. حالا در پایه واقعیت های موجود، بحثایی که تا اینجا در خدمت افتادان بودیم و شنیدیم و شرایطی که مردم افغانستان دارن و اینکه بالاخره اصل منافع ملی، اصلی که هر کشوری به اون فکر میکنه، جناب عالی به عنوان یک دیپلمات برجسته و همینطور به عنوان استاد دانشگاه در رشته روابط بین الملل، چه پیشنهادهایی برای سیاستگزاران روابط خارجی ایران دارید؟ خب اساتید فرهیخته اینجا تشریف دارن و تجارب بسیار خوبی در حوزه سیاست خارجی ایران دارن، کار کردن، ولی به عنوان یک کسی که از افغانستان هستم و با توجه به این شرایط، من فکر میکنم که در 4 حوزه سیاست خارجی ایران در قبال طالبان میتونه که تعریف شود
و ملاحظات در این قسمت وجود داشته باشد. طالبان به هر صورت در شرایط کنونی تمام تلاشش است که به رسمیت شناخته شود و این فعلا در صدر اجندای روابط خارجیش هست. به همین دلیل تا اندازه‌ای که در قبال چیزی که پیشتر فرمولی که اشاره کردم چه کسان مانی تحکیم اهدافشان هست و چه کسی حامیش، که ایران در حلقه مانی در واقع برای طالبان محسوب میشه، فعلا یک سکوت مصلحت آمیز دارن تا حداقل اگر بتانند که در راستای استراتژی اهداف مشترک توجه ایران جلب بکنند تا به رسمیت شناخته شود. به این اساس پیشنهاد ما برای دستگاه سیاست خارجی ایران است که نسبت به این موضوع بهتر است که محتاط باشه و با احتیاط اقدام برداشته شود، چون میدان دادن طالبان به دراز مدت به نفع تهران نیست، چون ایران دوستان استراتژیک خود را هم در افغانستان از دست میده. نخبگان، روشنفکران، گروه های سیاسی، احزاب سیاسی و حتی به لحاظ سیاست های قومی کسانی هستند در افغانستان که در دراز مدت و منافع مشترک افغانستان و ایران می اندیشند و به امنیت منطقه و امنیت دو کشور و کل منطقه. به مجرد ای که ایران حکومت طالبان را به رسمیت می شناسه، معلوم دار است که در واقع در حافظه جمعی روشنفکران افغانستان ایران در واقع جزو کشورهای شمرده میشه، مثل پاکستان که برای مردم افغانستان فکر نمیکنه، بلکه یک جنبش بیریشی که در افغانستان به عنوان نهاد استراتژیک یا در واقع ابزار نفوذی کشورهای دیگه هست، با او همدست میشه در برابر مردم افغانستان. و دومی که چشم گوش طالبان در شرایط کنونی جلب حمایت امریکا هست. شما از طریق صحبت‌های مختلفی که رهبری طالبان آقای استانگزای و اینا داشتن به وضاحت می‌بینیم که طالبان تداوم سیاست ضد آمریکایی را کنار گذاشتن و تلاش دارند که با هر وسیله‌ای اگر بتانند آمریکایی‌ها را دوباره به افغانستان پایش بکشانند. و آنچنان خاضعانه صحبت می‌کرد آقای استانگزای که گاهی وقت فکر کردم که طالبان بیشتر نیازمندتر به امریکا هست تا حکومت پیشین افغانستان. به همین دلیل ثبات وجود نداره برای جمهوری اسلامی ایران که در قسمت شناخت به رسمیت شناخته شدن طالبان تعجیل به خرج بده و اقدام عاجلانه بکنه. بهتر است که یک مدت دیده شوه و در عین زمان وضعیت جهانی مطالعه شوه و تحلیل شوه، و خصوص ای که مردم افغانستان، چیزی که آقای امیر احمدیان گفت صحبت خوبی بود، ای که مردم افغانستان در یک کلیت چی می اندیشن در قبال طالبان، ای بهتر است. پس در صدر سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان مردم در محور باشه، نه یک جنبش یا یک جریان سیاسی بیریشه. دوم پیشنهاد ما ایست که جمهوری اسلامی ایران در حمایت و کمک های بشر دوستانه هم میتونه با جامعه جهانی سهم فعال و نقش بسیار مثبتی داشته باشه، چون به هر صورت جامعه در افغانستان و جامعه در ایران بسیار با همدیگر تفاوت بنیادین نداره. طوری مثال مدل تعلیمی و تربیتی که ایران داره و خصوص در بیرون از شهرهای بزرگ و خصوص تعلیم دختران مثال خوبی میتونه که برای افغانستان باشه، چون حکومت ایران یک حکومت اسلامی هست و طالبان هم ادعای اسلامی بودن میکنه. میتونه که
چیزی که در روزهای اول رهبری طالبان پیش از به قدرت رسیدن بیان میکردن که مدل جمهوری اسلامی ایران یک مدل خوبی است برای ما، ولی خب میبینن که در ایران همه دختران از نعمت آموزش و پرورش بهره‌مند هستند، اما در افغانستان اینا حتی به این مدل هم توجه نمیکنند. در صورتی که در این کنسرسیوم ایران نقش فعال داشته باشه و خصوص که در پلتفرم قلبی آسیا هم ایران در واقع مسئول بخش فرهنگی و تعلیم و تربیت بود، میتونه که مدیریت سکتور تعلیمی و تربیتی و تحصیلی را در واقع در این کنسرسیوم ایران داوطلب شود و از تجارب خودش افغانستان را و مردم افغانستان را مستفید بکنه. پیشنهاد سوم من تداوم سیاست صادرات کالا به مردم افغانستان از جانب جمهوری اسلامی ایران است. ممکن گاهی اوقات ما شاهد تنش‌های مرزی بین طالبان و جمهوری اسلامی باشیم. نمونه برجسته‌اش چند وقت پیش در نیمروز، چند روز پیش در نیمروز در کام بود. چون طالبان یک گروه مسئول نیست که مسئول مسلح نیست که شما انتظار این را داشته باشین که با درک پروتکل های بین دولتی متوجه از این مسئله باشند و نگذارند که به اصطلاح تنش در میان بیاید. ممکن گروه های مختلف، افکار مختلف، برداشت های مختلف، چون من در یک سیمینار دیگه هم قبلا در جمهوری اسلامی ایران گفته بودم که طالبان رهبری واحد ندارند، برنامه واحد ندارند و سلیقه های مختلف دارند. جز او سه تا اهداف بزرگی که من در آغاز این صحبت خدمت شما اشاره کردم، به همون خاطر در صورتی که ولو گاهی اوقات تنش‌های کوتاه مدت و تنش‌های سلیقه‌ای در مرزها وجود داشته باشه، این دروازه ها بر روی مردم افغانستان بسته نشود، چون این فاجعه افزایش پیدا میکنه و فاجعه در افغانستان، فاجعه انسانی در افغانستان متاسفانه در منطقه آسیب‌های بسیار بزرگی میرسانه. او مصداق شعر سعدی هست که ما اعضای یک دیگریم و بالاخره در صورتی که ما در افغانستان با این فاجعه زندگی بکنیم، خب کماکان مثل گذشته که هم ایران هم پاکستان هم آسیای مرکزی آسیب های زیادی از یاد رسید، این آسیب ها ادامه پیدا میکنه. و چهارمین پیشنهادی که مدارم برای دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایست که با استفاده از ابزارهای نفوذی و توانایی که در شرایط فعلی وجود داره و طالبان را میتونه که نیت خیرشان آزمایش بکنه، در امر پاسداری و حمایت از میراث‌های فرهنگی مشترک توجهی میتونه جدیتری داشته باشه. چون حداقل چیزی که من در اولم اشاره کردم، نیازمندی طالبان و جامعه جهانی و خصوصی کشورها ادامه پیدا میکنه تا به رسمیت شناخته شدن، این حد اقل یک فرصت خوبی برای ایران میده که در این قسمت، در قسمت حفظ میراث های مشترک تلاش بکنه و با نهادهای داوطلب و با نخبگان روشنفکران در افغانستان از نزدیک کار بکنه، بخصوص یونسکوی ایران که در این عرصه میتونه پیشگام باشه و فعالتر باشه، تا حد اقل این میراث های مشترک به عنوان ارزش های مشترک حفظ شود در افغانستان. چون طالبان متاسفانه به این میراث ها نه آشنایی دارن، نه علاقه دارن و حتی در راستای اهداف سیگانه ای که من یک ستونی از اون قومیت مطرح کردم، اینا خودشان را با این میراث ها در واقع بیگانه می دانن و حتی این میراث ها را مانع پیشرفت یا هویت سازی های خودشان می دانن. شما در یک ماه قبل یا حدودا دو ماه قبل شاهد از این بودین که قلعه تاریخی بست و ایران شد توسط طالبان که متاسفانه پخش یا انعکاس کمتری در روزنامه های بین المللی داشت. یکی از دروازه های شهر غزنی به بهانه از این که در نقشه راهکشی در مسیر نادرست قرار گرفته بود و ایران شد،
چی بسا میراث‌های دیگه فرهنگی باشه که ما در رسانه ها درز نکنه و اطلاع نداشته باشیم. این وضعیت باعث میشه که یک بخش بزرگی از هویت مشترک و تاریخ مشترک دو کشور در یک قسمتی از به اصطلاح جغرافیای دیگه از بین بره که این در دراز مدت صدمه های بزرگ تاریخی فرهنگی برای تاریخ مشترک به وجود میاره. این چهار پیشنهاد را من خدمت تصمیم گیرندگان سیاست خارجی ایران داشتم. بسیار سپاسگزار هستم. جناب آقای روحی صفت، صدای من میرسه خدمت جناب عالی؟ بله بله در خدمت هستم. خواهش میکنم. نظر شما چی هست؟ سیاست ایران در قبال تحولات افغانستان چی میتونه باشه؟ ما در کوتاه مدت و بلند مدت چه کاری بایستی انجام بدیم؟ بله خدمت رو عرض کنم که سیاست ایران در قبال همسایگان تقریبا یک متحد و شکل بوده. همیشه ما با همسایگان مخصوصا همسایگان شرقی پاکستان افغانستان در طول دورهای گذشته هم همینطور بوده، حتی رژیم‌های گذشته که ما سعی می‌کردیم با همه بازیگران اون کشور ارتباط داشته باشیم. مثلا پاکستان فرض کن اگر حزب مردم سر کار بود با حزب مسلم لیگ این ارتباطات رو ما حفظ می‌کردیم و به عکس. در افغانستان هم از اول ما چنین سیاستی داشتیم و حال داریم و خواهیم داشت که یک سیاست چند وجهی با همه بازیگران طالبان به عنوان بخشی از جامعه افغانستان هستن و نه تنها همه مردم افغانستان، حتی بخشی از پشتون هم به حساب میان، نه همه پشتون. واقعا این کارهایی که طالبان میکنن نه به حساب پشتون هم نبایستی گذاشت. لذا سیاست من فکر کنم دومین چیزی که ما فاکتوری که مؤلفه‌ای که این موضوع داری اینه که با کشور همسایه در هر شرایطی ارتباط داشته باشید، در هر شرایطی تعامل داشته باشید. من یه مصاحبه‌ام گفتم که زمانی که ما 8 سال با عراق در جنگ بودیم و شهرهای ایران موشک بارون میشد یا شهرهای عراق ما موشک میزدیم، بغداد موشک میزدیم، سفارت ما در بغداد فعالیت داشت و ما نفری داشتیم در سفارتمون که در واقع کارهای خودش رو میکرد. لذا هیچ در زمان که اتحاد جماهیر شوروی هم افغانستان اشغال کرد ما سفارتمون بسته نشد و به همین جهت هم هست ما میبینیم که سفارت ما باز هست، یک رویه تاریخی هست که ما اینا داریم. البته سفیر ما اولین سفیری نبود که با مقامات طالبان دیدار کرد، شاید دهمین سفیر بود، دومی هم نبود، سومی هم نبود. 10 کشور در واقع با طالبان ملاقات داشتن، ما شاید دهمین نفری بودیم که ملاقات کردیم. ولی در هر صورت این سیاست روی کرده چند وجهی یک اصل در برای ما در افغانستان و فکر میکنم که طالبان همه میدونن و خودشون اعتراف میکنن که یک گذشته خوبی ندارن و چون یک گذشته خوبی ندارن باید راست آزمایی بشن. چون اینها معمولا که حکومت هایی که سر کار میان یا باید رفراندومی بشود یا اینکه یک سوابق مثبتی داشته باشن که رهبران اون جنبش مورد حمایت مردم شده باشن، در تظاهرات و راهپیمایی ها از اونها حمایت کرده باشن. ولی ما با طالبان چنین چیزی نمی‌بینیم، یعنی هیچ وجه مثبتی از ارتباط بین رهبران طالبان و مردم افغانستان وجود نداره. لذا تا زمانی که چنین راست آزمایی نشد نمیتوان در واقع به اونا اعتماد شد و بایست اونا در موضوع فراگیر کردن حکومت، در موضوع حقوق زنان، حقوق بشر، حقوق اقلیت ها و حقوق اقوام نشون بدن که در واقع دین مسیر میخوان حرکت بکنن. اون موقع هست که با همکاری جمعی منطقه و بین المللی شناسایی مورد توجه قرار بگیره، نه به صورت فردی. من به صورت فردی ها اعتقاد ندارم و منم تصور ندارم که ایران
پیشگام در شناسایی طالبان هرگز نخواهد شد. بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. جناب آقای سفیر بیگدلی، اگر امکانش هست من یه سوال دیگه از خدمت موضوع صدای من میرسه خدمت شما؟ بفرمایید. خدمت رو ارسلان، پرسش این هست که روابط ایران و افغانستان بر چه مبنایی تعریف شده؟ آیا ما یک برنامه بلند مدت یا یک سند روابط خارجی بین ایران و افغانستان رو تدوین کردیم و روی کردهامون رو در همون چارچوب داریم جلو میبریم، یا بنا به تحولاتی که رخ میده در حال تصمیم گیری هستیم؟ در رابطه با اسناد اگر بخوام صحبت بکنم، به هر حال همطور که اشاره کردم افغانستان جز موضوعاتی هستش که در 42 سال گذشته همواره به عنوان یک موضوع مهمی که مورد توجه سطوح مختلف در واقع تصمیم گیران کشور ما و تصمیم سازان کشور ما بوده جا میگیره و حائز اهمیت بوده. جزء کشورهایی هستش که ما در رابطه با اون در واقع راهبردهای دوره‌ای داشتیم، یعنی در واقع راهبردها رو مورد تجدید نظر قرار دادیم و راهبردهای مدونی رو تولید کردیم و شاید بتونم بگم که یکی از کشورهایی هستش که بیشترین وقت رو برای اون شورای عالی امنیت ملی کشور ما که دستگاه مهمی در حوزه تصمیم سازی سیاست خارجی هستش و تصمیم گیری سیاست خارجی هست در واقع به خودش اختصاص داد. بنابراین حالا اون کلیات در واقع اسناد بالادستی سیاست خارجی کشور رو من به اونها کاری ندارم و ما در واقع یک مجموعه اسنادی داریم که راهنمای سیاست خارجی ما در رابطه با افغانستان هست، با توجه به اینکه این کشور یعنی کشور افغانستان هم به لحاظ همسایگی حوزه‌های مختلفی رو شامل میشه و با ما ارتباط برقرار میکنه، مثلا مباحث مربوط به حوزه امنیت به دلیل ناامنی‌ها، قاچاق مواد مخدر، حضور تروریست، گروه های نمیدونم جنایت سازمان یافته و مسائل مختلفی که بالاخره تأثیر منفی امنیتی بر ما داشتن، بالاخره دستگاه های امنیتی ما در اونجا درگیر بودن به دلیل حضور آمریکا، دستگاه های به هر حال حساسی، دستگاه های دیگری در کشور ما نسبت به این موضوع با حساسیت وارد شدن. خود دولت ما علاقمند به داشتن یک رابطه اقتصادی عمیق و به هر حال پایدار بوده با افغانستان و مردم ما هم دنبال یک چنین ارتباطی بودن، ارتباط متقابلی در سطوح مختلف بودن که ابعاد فرهنگ اجتماعی رو شامل می شده. بنابراین می بینیم که جهات مختلف با مسئله افغانستان درگیر می شن. برای هماهنگسازی این جهات هم ما نیاز داریم که در واقع به طور مرتب یک چارچوب داشته باشیم، یعنی نمیشه تصور کرد که شما همه این دستگاه ها وارد افغانستان بشن و هر کی برای خودش یک کاری بکنه و نهایتا خارج هم بشه. بنابراین در واقع ما نهاد هماهنگ کننده داریم و نهادهایی که در واقع دارن تلاش میکنن بر اساس اون چارچوب فعالیت های خودشون رو پیگیری بکنن. علاوه بر این ما یک سلسله توافقاتی داریم با افغانستان، توافقات متعددی که در واقع زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی داره، بسیار هم گسترده است و اون هم موافقتنامه های دو جانبه‌ای هستش که با کشور افغانستان از بالاخره دهه های گذشته منعقد کردیم که کماکان اینها به قوه خودشون باقی هستند، مثل مثلا موافقتنامه مربوط به آب که بالاخره بین ایران و افغانستان منعقد شده که می‌بینیم که بالاخره داره برای اجرای اون تلاش میشه، فعالیت میشه و مجموعه از حوزه های از این امثال این توافقنامه در حوزه های مختلف در واقع اینها هم میان در شکل دادن به واقعیت های روابط ایران و افغانستان در هر دولت و هر دوره‌ای
نقش خودشون رو ایفا میکنن. یعنی این هم یک نکته جالبی هستش که بالاخره یک سنت پیوسته‌ای در روابط ایران و افغانستان در دورهای مختلفی که حالا شاید ما یک ناآرامی و ناپایداری هم یا بی‌ثباتی هم در افغانستان داشتیم بر اساس این توافقنامه‌ها وجود داره. دسته سوم در واقع توافقاتی هستش که پیرامون اون در گفتگوها صورت میگیره و گفتگوها صورت گرفته که نمونه اون در واقع توافقنامه جامع همکاری ها بوده که در دولت گذشته با افغانستان مذاکرات شروع شده و در واقع در بعضی از بخش ها به نتیجه رسیده و بعضی بخش ها هم نیاز داره که پیگیری بشه، که خب اینها هم به نظرم میاد که به هر حال با در واقع مسئولین افغانستان قطعا پیگیری خواهد شد. بنابراین ما چهارچوب‌های نسبتاً روشنی رو در یک صحنه نسبتاً مبهم داریم. یعنی به محضی که ما بتونیم فضا رو یه مقداری روشن‌تر بکنیم فکر می‌کنم که این پایه‌ها برای روابط ما وجود داره. من به نظرم میاد که یکی از کارهای مهمی که ما باید انجام بدیم کاهش در واقع یا همگرایی فکری در داخل کشورمون هستش، بر سر یک نه یک الزاماً یک روایت، بر سر روایت هایی که در کشور ما در رابطه با افغانستان وجود داره بیایم به در واقع گفتگو بنشینیم و این روایت ها رو روایت های ایرانی مبتنی بر منافع در واقع ملی ایران بکنیم، که در منافع ملی ایران اون موقع بحث مردم افغانستان و توجه به همسایه بلکه خودش یک عنصر مهمی هستش. یعنی من به عنوان یک سفیری که در کشورهای مختلف پیرامون ایران حالا یا کار به هر حال به عنوان کارشناس کار کردم یا به هر عنوان دیگه کار کردم، این درک رو دارم که مناسبات مردمی با این کشورها به عنوان یک رکن مهمی از سیاست خارجی ما همواره مورد توجه بوده و به هر حال این باید به نظرم میاد که گام مهمی باشه. اگرم من در واقع در بحث اول سخنان خودم به ضرورت توجه به طیف متنوع از سناریوهای پیش رو اشاره کردم، این هم منطبق با بحث‌های آینده پژوهی در تحولات افغانستان است، هم به عنوان نیازی که ما برای در واقع گزینه‌سازی در منظر تصمیم‌گیران کشور داریم. این که ما یک گزینه رو در مقابل اینها بگذاریم و این هم در ذهنشون یکی در منظورم تصمیم گیران کشور هست به گزینه با یه گزینه مواجه باشن در افغانستان، خب به طبع این در واقع ضعیف‌ترین وضعیتی هست که ما میتونیم تصور بکنیم و اندیشمندان کشور ما باید بتونن گزینه های متعددی از مبتنی بر چشم‌اندازهای آتی و سناریوهایی که مطرح هست رو در منظر در واقع تصمیم گیران قرار بدن تا وقتی اینها میخوان انتخاب بکنن از میان یک مجموعه متعدد و متنوعی بتونن بهترین رو حالا به زعم خودشون بهترین رو انتخاب بکنن. موضوعی هم نکته هم که من اشاره کردم دقیقا این هستش که بالاخره شما اگر به یک به عنوان اندیشمند پژوهشگر در واقع به یک فرضیه که رسیدید اون رو اثبات بکنید و بخواد این رو صرفاً دنبال بکنید، خب من فکر میکنم که این یک امر مطلوبی برای دستگاه سیاست خارجی نخواهد بود و اینجا هم ما کسانی داریم که دیدگاه های متفاوتی دارن و باید به اون هم توجه بشه. به هر حال ما در واقع بحث هایی که من حالا در بین دوستان بعضا شرکت کردم حضور داشتم دقت کردم، توجه به مشکلات مردم افغانستان در حد توان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک محور اساسی مورد تاکید قرار گرفته. ما تجربه کمک به بازسازی افغانستان رو داریم، خوشبختانه سرکل‌های خوبی هم برای این همکاری‌ها وجود داره، انگیزه و علاقه هم هست و گام‌هایی هم تو این زمینه برداشته شده. البته گفتم واقعا ظرفیت‌های ما قابل احسان نیست، یعنی خود مثلا دانشگاه علامه طباطبایی و حرکت‌هایی که شما به عنوان دانشگاه دارید انجام میدید الحق و الانصاف در صدر شاید دانشگاه‌های دنیا قرار می‌گیرید. یعنی این یک توانی هستش که ما باید بهش اهمیت بدیم و براش احترام قائل باشیم و کمک بکنیم که این ظرفیت به هر حال انشالله رشد بکنه و این ظرفیت خود در دانشگاه‌های متفاوت در بین اندیشمندان متفاوت تقریبا هیچ جا نیستش که نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشه و نخواد در واقع کمک بکنه. عنصر پرهیز از تنش و خشونت،
حالا از در واقع ثبات در مرزها و برها گمرکات شروع میشه تا مباحث میختری که به مباحث امنیتی و در واقع رابطه سیاسی مربوط میشه. این یک عنصری هستش که خب همه دارن بهش تاکید میکنن و تلاش میکنن در این زمینه که این رو مورد تاکید قرار بدن. مساعدت به روندهای در واقع تعادل بخش در افغانستان، من گفتم اون مفهومی که از دولت فراگیر در واقع مطرح میشه، این در یک به عنوان یک چتر حالا گفتمانی به نظرم میاد که یک مفهوم فراتر از در واقع قاعده یک دولتی که حالا چند نفر اونجا از این قوم چند نفر از اون قوم باشن، بلکه این یک روند متعادلی هستش که میتونه ثبات ایجاد بکنه. این روند متعادلی هستش که میتونه در افغانستان یک در واقع پایداری رو در صلح و آرامش و توسعه اقتصادی ایجاد بکنه و این مفهوم به نظرم میاد که باید به عنوان یک گفتمان فراتر مورد توجه قرار بگیره. تشویق در واقع افغانستان به تقویت رابطه با ایران و این مفهوم متقابل در واقع همسایه بودن، برادر بودن، دوست بودن، حالا اون مفاهیمی که جنبه فرهنگی و بعضن هویتی هم پیدا میکنه رو بتونیم در واقع تشویق بکنیم که در دل این به هر حال همکاری های مختلف میتونه مطرح بشه. ولی خود این موضوع به نظرم میاد که یک موضوع بسیار مهمی هست که بالاخره باید ما تلاش خودمون بکنیم. بحث پیوندهای دینی، مشترکاتی که بالاخره در حوزه مذهبی مطرح میشه و ممکن هست بعضا به اون عنوان عامل اختلاف نگاه بکنن، باز تو اون نگاهی که من دارم که نگاه به در واقع بردارهای متفاوت و سناریوهای متفاوت و توجه به طیف مطرح در روابط هستش، اینجا بحث پیوندهای دینی به نظرم میاد که یک عنصر مهمی هستش. اونجا توجه به این بود و گفتگوهای در واقع تقریب المذاهبی و این مباحث فکر میکنم که مورد توجه قرار باید بگیره و قرار میگیره انشالله. و نقش ایران در بازسازی سیاسی و بازسازی اقتصادی افغانستان هم به نظرم میاد که یک عنصری هستش که فراتر از اون موضوع توجه به مشکلات معیشتی که به خصوص در این زمستان امسال باید اون کوتاه مدت بیشتر مورد توجه قرار بگیره، نگاه نظرم میاد که میان مدت هستش که ما امیدوار هستیم تو این زمینه دولت جمهوری اسلامی ایران موفق باشه و به هر حال دیگران هم بتونن کمک بکنن. ممنون از شما. خیلی ممنون، بسیار سپاسگزارم. چون از سقف برنامه یکم گذشته، منتها انقدر بحث و جالب و آموزنده است که من حیفم میاد فرمایش استادان محترم رو قطع بکنم. ولی اگر اجازه بدید، دوستان عزیزی که تا این زمان خاصی از شب گذشته در کنار ما هستن و در جلسه حضور دارن، پرسش هایی رو مطرح کردن. من پرسش ها رو همه رو میخونم و بعد هر کدوم از استادان بزرگوار خیلی کوتاه در دو سه دقیقه یک جمع‌بندی داشته باشن که اگرم امکان داشت به این پرسش ها هم پاسخی داده بشه. خدمتون عرض کنم که جناب آقای امین نورافکن پرسشی داشتن از آقای دکتر بلخی که اگر ایران و پاکستان روابط با طالبان رو قطع کنن و یک محاصره دیپلماتیک و اقتصادی رو در آینده برای طالبان باعث بشن، آیا این موجب نمیشه که تهدیدها به این دو کشور سرریز بشه و طالبان تهدید امنیتی برای این کشورها به وجود بیاره؟ خانم پانتا محبی زنگنه از جناب آقای رودی صفت پرسیدن که آیا طالبان تهدیدی علیه چین هست یا طالبان میتونه همپیمان چین باشه؟ سوال دیگه باز دوست فکر میکنم آقای رودی صفت هم یک سوالی از آقای دکتر بلخی پرسیدن که چجوری میشه شکاف درون جامعه افغانستان بین نخبگان و مردم رو کاهش داد؟ و یک نکته هم باز برمیگش به صحبتهای آقای دکتر بلخی که اشاره کرده بودن به تداوم کمک‌های بشردوستانه. یک دوستی که با عدد 111 تشریف دارن توی جلسه گفته بودن که کمک‌های بشردوستانه افغانستان رو همچنان وابسته نگه می‌داره. و خانم فائزه رفیعی هم سوالی داشتن از جناب آقای سفیر
بیکدلی که آیا طالبان رو باید یک خطر امنیتی بدونیم و ترس از اون منطقی هست یا خیر؟ و جناب آقای امیرخان پویا هم نکته ای رو اشاره کرده بودن که فکر کنم باز در پاسخ به فرمایشات آقای دکتر بلخی بود که افغانستان از نظر آقای پویا بستر و زمینه فکری و فرهنگی کافی برای تفکر طالبانی داره و تنها طالبان هستن که میتونن در این کشور حکومت مقتدر داشته باشن. من از استادان محترم خواهش میکنم از پیشکسوت برنامه فکر کنم جناب آقای روحی صفت باشن، شما جنبندیتون رو بفرمایید، بعد در خدمت جناب آقای سفیر و بعد سپس آقای دکتر بلخی خواهیم بود. آقای روحی صفت در خدمت شما هست. میکروفون خاموشه. در موضوع چین که سوال شده بود من دیگه بس پاس خودم بیه دوسته. بله، من تصور من برای اینه که آمریکا یک زمینه ایجاد کرد برای طالبا که خود این زمینه و در واقع تنش‌زا و در واقع بی‌ثبات کننده است. یعنی اینکه علارغم اینکه افغانستان یک کشور چند قومی، چند نژادی و چند فرهنگی است، ولی تلاش کرد که در قرارداد دوحه طالبان را ارجحیت بده که طالبان یه بخشی از پشتون ها میشن، خودش در واقع زمینه بی‌ثباتی در افغانستان ایجاد میکنه و چنین زمینه بی‌ثباتی میتونه مانع از در واقع یه مانعی برای سیاست های چین در جاده ابریشم باشه. حالا خود طالبان ممکنه که تلاش بکنن که با چین روابط خوبی برقرار بکنن که روابطشون پیش بره، ولی از نبودن یک دولت فراگیر در افغانستان ناپایداری میاره، یعنی برای خود طالبان ناپایداری میاره و نمیتونن یک حکومت باثباتی در اون کشور داشته باشن، خصوصا اینکه در دوره‌ای هستیم که ارتباطات و وسایل ارتباطات جمعی و اینا زیاد است و هر اتفاق در هر گوشه یک کشور میتونه قشنگ برای همه مردم منعکس بشه. مثل گذشته نیست که مثلا یک قومی در زمان نادرشاه مثلا یه چنین اتفاقاتی بیفته، نادرخان منظورم در قبل از پدر ظاهرشاه، و چنین اتفاقاتی بیفته و بقیه مردم اقوام دیگه مطلع نشن. در این دوره اگر یک دولت فراگیر نباشد، بی ثباتی جزو لاینفک چنین وضعیتی هست و همین میتونه مانعی و یا تهییج بکنه. ما همه الانش که تازه طالبان اومدن خبرهایی داریم که در مناطق و قبایلی پاکستان تحرکاتی برای ایجاد حکومت مذهبی ایجاد شده و دولت پاکستان ها دارن به چالش میکشن. بسیار عالی، خیلی من سپاسگزار هستم. جناب آقای سفیر در خدمت شما هستم. بله خیلی متشکرم. من هم یادداشت‌های خیلی زیادی از بحث امشب کردم که انشالله بتونم اینها رو هم به دوستانم منتقل کنم و استفاده بکنم. خیلی ممنون هستم از ترکار خانم ایشیار به خاطر این زحمتی که امشب کشیدم و همه دوستانی که به هر حال حضور داشتن و صحبت‌های ما رو تحمل کردن. به هر حال تاکید من این هستش که افغانستان به عنوان در واقع یک کشور متمایز باید بهش توجه بشه در مطالعات ما. واقعا باید بتونیم در واقع با نگاه ایرانی و روایت ایرانی تحولات افغانستان رو مورد بررسی قرار بدیم. نباید تحت تاثیر در واقع شبکه‌های اجتماعی و فضاسازی‌ها قرار بگیریم و باید اجازه بدیم اون چی که به عنوان یک طیف از تحولات و در واقع مسائل مطرح در جامعه افغانستان که خیلی هم پیچیده هست رو باهاش ارتباط برقرار کنیم در یک فضای گسترده و بردارهایی که بالاخره تغییر میکنن رو در مطالعاتمون بهش عنایت بکنیم تا انشالله بتونیم یک راهکاری برای کشور خودمون به عنوان کشور مهم همسایه افغانستان
پیشنهاد بکنیم که انشاءالله یک راه نجاتی هم برای مردم افغانستان در اون دیده بشه. اینکه آمریکا، من اعتقادم این هستش که آمریکا در واقع چیزی که تحت عنوان شکست آمریکا در افغانستان رقم خورده، این در واقع تحت تأثیر شمار متنوعی از عوامل و عناصر بوده که یکی از اینها بحث اسلحه طالبان و به هر حال اقدامات نظامی طالبان بوده. یعنی من اعتقاد دارم که مثلا تصور بکنیم که شما بتونید که 30 محور رو متمایز تعریف بکنید که اینها در مقابل آمریکا به عنوان عوامل به هر حال مؤثر مقاومتی نقش ایفا کردن، که امروز دست کم مثلا شما چیزی حدود 29 تا از اینها حالا در مقابل طالبان سفارایی میکنه. اینطور نیستش که بگیم بالاخره آمریکایی‌ها رفتن طالبان اومدن و مثلا اوضاع افغانستان یک تحول اینچنانی پیدا کرده. نه، من به نظرم میاد که بخش عمده ای از همون عناصری که با آمریکا و در واقع قبل از اون با شوروی و قبل از اون با انگلستان به هر حال دست و پنجه نرم کردن، اینها الان میان سفارایی میکنن در مقابل طالبان. میخواستم به این سوال برسن که طالبان رو خطر امنیتی بدانیم یا ندانیم. طالبان میخواد یک در واقع حکومتی رو در افغانستان برپا بکنه که هدفش هم این است که این حکومت به موفقیت برسه. بنابراین با یک سری مسائل، مشکلات و واقعیت هایی به نظرم میاد که مواجه هستش که باید بشه در واقع این مجموعه رو به نحوی به سمت حرکت به سمت یک جریان متعادل سوق داد. یعنی این کاری که شاید میخوام بگم گفتگوهای بین الافغانی دنبال میکرده، نمیدونم نیروی ائتلاف دنبال میکرده و به هر حال تفکراتی که بالاخره در اون سطح بوده، امروز به عنوان یک واقعیتی به هر حال به ما رسیده. و البته بسته به این که روندها به چه سمتی برند و چه جریاناتی در اونجا حاکم بشن، این میتونه در واقع شکل یک خطر امنیتی فراگیر برای منطقه پیدا بکنه یا اینکه نکنه. و به هر حال این بسته یک بخشش قطعا بستگی داره به واقعیت‌های داخل افغانستان، یه بخشش هم بستگی داره به واقعیت‌های خارج افغانستان که میشه همسایگان و جامعه بین‌الملل. همونطوری که ما به عنوان جامعه، جمله آخرم سرکار خانم توشه رو ببخشیم کنید باید کرد، همونطور که ما از در واقع طالبان و جامعه افغانستان توقع داریم که یک دولت فراگیر درست بکنن، با همدیگه گفتگو بکنن، قطعا عقلانیت اختزا میکنه که خود ما هم در بیرون یک در واقع چنین همگرایی و یک ارتباط فراگیر رو ایجاد بکنیم. همطور که آقای روی صفت هم اشاره کردن که این مجموعه شاید بتونه اون موقع کمک بکنه به این که ما مشکلات امنیتی کمتری داشته باشیم. مجددا تشکر میکنم، خدا نگهدار. خیلی ممنون. جناب آقای دکتر بلخی در خدمت شما هست. من فکر میکنم که سه تا سوال بود که من باید پاسخ بدم. از سوال آقای روی صفت شروع میکنم که از بین بردن شکاف ها در جامعه ما در افغانستان مستلزم یک گفتمان مسلسل و دوامدار است. ما تقریبا در همه جوامع و خصوص در حوزه ما، در جهان ما، شکاف ها به صورت بالقوه و به صورت بالفعل وجود دارد. یک واقعیت تلخی منطقی ما هست، ولی حسن افغانستان 20 سال گذشته ای بود که شکاف های بالقوه و بالفعل تبدیل شده بود و ما در دهه 80-81 تا 90 دنیای فضای مجازی، دنیای مباحث گفتمانی، روشنفکری، دانشگاهی پر از جدل و جنگ و دعوا و اینا بود و تظاهرات فراوان صورت می گرفت در کابل روزانه و اینا بیشتر مبتنی بر امو واکنش های هویتی قومی در برابر قوم دیگه بود. اما
در دهه 90 خورشیدی آرام آرام اینا خیلی کاهش پیدا کرده بود و این تقریبا رفته بود به یک سمت همدیگر پذیری تا اندازه‌ای که نخبگان که در گذشته در برابر یکی دیگر بسیار شدید جبهه می گرفتن در دهه 90 در کنار همدیگر می چیشتن و در مورد بعض تعاملات ملی و اینا صحبت می کردن و یک اندازه تعدیل شده بود هم موقفشان و هم برداشتهایشان. اما دو تا مانع بسیار بزرگ من فکر می کنم در تاریخ معاصر افغانستان همیشه باعث شده که شگاف‌ها پر نشه از بین نره. یکی حکومت‌های ضعیفی که جانبداری کرد از یکی از این روایت‌های متخاصم در همه دوره‌ها از زمان حکومت ظاهرخان شروع تا داودخان حکومت‌های چپی و بعدها تا حکومت طالبانی و بعد از طالبانی حکومت آمد به جای اینکه میانجیگری بکنه این روایت‌های متخاصم را پیوند بزنه و یک روایت ملی و ملیگرایی را مطرح بکنه از یک جناح حمایت کرد و این باعث شد که سایر جناح‌ها واکنش نشان بده و واکنش‌ها از لفظی تا به نظامی و مسلحانه هم انجامید که آقای بگدیله اشاره بسیار خوب کردن. بسیاری از گروه هایی که امروز در برابر طالبان مقاومت می کنن چی به صورت سیاسی و چی به صورت جبهه‌ای اینا در برابر حکومت آقای غنی هم اپوزیسیون هایی بودند که با حکومت نپیوستند یا اگر می پیوستندم در واقع سهمی به زور خودشان را می گرفتند و نماینده امی روایت های متخاصم بود. دوم، ما در تاریخ معاصر ما متاسفانه یک تاریخ تکه تکه داریم، منقطعی داریم، دوامدار نداریم. شما از زمان ظاهرخان تا به امروز، یعنی از سال 42 تا به امروز شاهد ده ها حکومت هستین، ده ها تغییر در نظام و ساختار هستین و ده ها حافظه به اصطلاح مختلف دارین که این باعث شد که حداقل وقتی یک جریان اجتماعی آرام آرام پخته می شد و به سرمنزل مقصود می رسید، نرسیده به سرمنزل مقصود سقوط می کنه و جایش یک ساختار نو می گیره و ساختار نو با اقتضاعات جدید. و به همین خاطر است که ما هر بار در واقع یک عقبگرد بسیار شدید داشتیم. من فکر می کنم تداوم و گفتمان مسلسل این شکاف را در جامعه افغانستان می تانه که حل بسازه. سوال دوم بحثی این بود که تهدید طالبان در صورتی که اگر مهار شود از جانب دو تا همسایه افغانستانی سرایت میکنه به این دو جامعه، من میخوایم بگویم که بقا و دوام طالبان متاسفانه در افغانستان به حمایت کشورهای منطقه صورت گرفت، اگر نه طالبان ظرفیت ایره ندارن که در جامعه افغانستان به حیات خودشان به صورت مستقل و بدون وابستگی ادامه بدن. پاکستانی ها نقش بسیار برجسته‌ای دارن در حمایت اکمالاتی، حمایت سیاسی و حمایت های استخباراتی برای طالبان و طالبان در صورتی که حمایت را از دست بده ای توانی از اینکه اینا بتانن مأموریت های فرا افغانستان انجام بدن به تهدید بزرگ شوند. من فکر میکنم اینا در باطلاق خود افغانستان گیر میمانند و این باعث سرنگونی از اینا میشه. در مسائل دیپلماتیک هم ایرانی ها هم به خاطر اینکه یک اتحاد استراتژیک وجود داشت در جنگ با امریکا و در این زمان یک اتحاد با روس وقتی وجود داشت، یک مقدار به طالبان فضا داده شد به رهبری اینا به تهران رفت و به کشورهای مختلف بیشتر به اصطلاح مشروعیت سیاسی گرفتن و جرأتشان افزایش پیدا کرد. من فکر میکنم که حمایت های سیاسی نباشه، حمایت های امنیتی و استخباراتی نباشه، اینا دوام پیدا نمی کنند. همین امروز یک خبری از فاریاب، شما یک ویدیوی پخش شد که به صورت تصویری هست و میبینید که
چطور مردم فاریاب به فغان آمدن و حتی میگن که ما حاضر هستیم اعدام شیم، ولی این وضعیت غیر قابل تحمل است. و اینا همه بزرگان قومی و مردم فاریاب هست، تاجیک ها، ازبک ها، ترکمن ها، حتی ممکن در میان سران پشتون هم باشه که ما با دوستانی که قبلا گفتن که طالبان همه پشتون های افغانستان نیستن موافق هستم. تعداد زیاد از اینا همیال با مقاومت افغانستان همراهی دارن، همصدا هستن و حمایت میکنن. و بعضی این که طالبان یک واقعیت افغانستان هست و در بستر افغانستان جا دارد، من فکر میکنم بسیار کلیشه است این بحث. و این نه تنها از امروز بلکه از زمان پس از جهاد افغانستان در دنیا و رسانه های غربی مثلا پخش شد و بار بار تبلیغ شد که افراطیت در افغانستان بستر دارد. من فکر میکنم که بستر افراطیت در پشت مرزهای دیورند در او طرف وجود داره، در مناطق وزیرستان، در مناطق قبایلی پنجگانه پاکستان و در درون پاکستان. چون پاکستان به لحاظ کلامی هم من به اون مسائل زیاد عمیق داخل نمیشم، یک جامعه به شدت آسیب پذیر هست، احناف در میان خودشان مشکل داره، تسنن و تشیع در درون خودشان مشکل داره، سلفیت به عنوان یک جنای افراطی در اونجا لانه داره. از بسیار گذشته های دور هست، حتی از زمان هند بریتانیایی گروه های تکفیری در این مناطق پاکستان یا هند بریتانیایی بسیار فعال بود که من او را بیشتر مکتب سیاست زده دیوبند میگم که او حتی از دیوبند سهارنپور هند هم جدا هست. افغانستان به لحاظ مذهبی حسنش ایست که یا به لحاظ دینی حسنش ایست که مکتب بلخ بخارا با روایت حنفیت خودش یک غلبه ای داشت در اعتقادات و کلام مردم و ای ادامه پیدا کرد تا اون جایی که نه تنش در میان احناف وجود داره و نه تنش در میان شیعه و سنی و اینا یک وحدت بسیار خوب دارن و هم نظیر با مذرد که پسر من اینجا آمده علی جان. و به همین سبب من فکر میکنم این کلیشه‌ای هست و طالبان بستر نداره، بیشتر از اقوام استفاده کرد از روایت قومی با بحثی که حضور امریکا بود و این خوراک بسیار خوبی بود برای طالبان تا از این استفاده بکنه و به این موقف برسه. بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم از همه فرمایشات استادان محترم، بهره‌مند شدیم. شاید برای شما جلسه الان به پایان برسه، برای ما و همکارانم مایلم اینجا ازشون تشکر بکنم، سرکار خانم فرزانه مقدس و جناب آقای جواد عرفانیان که از سه هفته پیش هماهنگی های این برنامه رو آغاز کردن و بعد بایستی به اتفاق هم سعی بکنیم که راهبردنامه یا پالیسی پیپری از دل صحبت های امروز در بیاریم و برای مراکز مختلف تصمیم گیری در کشور بفرستیم. از این دوستان بسیار سپاسگزارم، همینطور از دوستان عزیز ایرانی و افغانستانی، استادان و پژوهشگرانی که در جلسه تا پایان برنامه بودند. ما سخن رو با چری از فردوسی آغاز کردیم، اگر که موافق باشید با بیتی از سعدی به پایان ببرید. مجلس تمام گشت و به آخر رسید، ما همچنان در اول بست به کمان بود. شبتون بخیر باشه، همه رو به خدای بزرگ بسپارم. دوستتون زیاد، خدا نگهدارتون.